بینندگان محترم، شب شهادت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام هست و از خداوند متعال می خواهیم که در این شب به ما توفیق توسل و توفیق گریه و توفیق بکا و توفیق عزاداری نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام و این مصیبت عظما عنایت بفرماید و پروردگار عالم به ما محبت امیر المؤمنین علیه السلام را هرچی بیشتر عنایت بفرماید. آیاتی که تلاوت کردم بینندگان محترم درباره امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده و شأن و عظمت امیر المؤمنین علیه السلام را در این آیات شما ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فالعادیات ضبحا. بینندگان محترم، عادیه اون اسبی که در حال دویدن باشد، اسبی که در حالی که می دود، بینندگان محترم، اون عادیه هست و این واو واو قسم هست، همانطوری که در زبان عربی مثلا شما اگر قسم بخورید میگید والله این کار را نکردم، این واو واو قسم یعنی اقسم بالله، من قسم به پروردگار عالم میخورم. والعادیات ذبحا، این قسم پروردگار عالم هست. ذبحا بینندگان محترم اون صدایی هست که از اسب بیرون میآید، همهمه اسب هست و صدای اسب هست در حال دویدن، در حالی که می دود. اسب در حالی که می دود صیحه نمی کشد. وقتی که می دود از بینی اسب، بله، هوا به شدت خارج می شود و این یک صدایی دارد، یک همهمه ای دارد. همهمه هم نیست، یک صدای مخصوص خودش را دارد. این ذبحا هست. والعادیاتی یذبحنا ذبحا، این ذبحا مفعول مطلق هست به فعل مقدر. والعادیات یذبحنا ذبحا. خب بینندگان محترم، پروردگار عالم سوگند میخورد، سوگند میخورد نه به خود امیر المؤمنین علیه السلام، سوگند میخورد به آن هنگامی که امیر المؤمنین علیه السلام در غزوه ذات السلاسل، بعد از این که ابو بکر فرار کرد، عمر فرار کرد و عمر ابن عاص فرار کردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین علیه السلام را فرستادند و دشمنان تا دندان مسلح که از هیبت اونها ابو بکر و عمر و عمر عاص فرار کرده بودند، امیر المؤمنین علیه السلام بعد سوار بر اسبشان، بعد از این که نماز صبح را اول صبح خواندند و بر آن دشمنان حمله کردند، در حالی که می تاختند، بله، والعادیاتی، قسم به آن اسب امیر المؤمنین علیه السلام و قسم به آن صدایی که از بینی آن اسب امیر المؤمنین علیه السلام بیرون می آید. شما قسم به کی می خورید بینندگان محترم؟ شما در دنیا وقتی که قسم می خورید، قسم می خورید به یک چیز مقدس یا به یک چیزی که نهایت نزد شما محبوب باشد، دوست داشته باشید. خداوند متعال هست، قرآن کریم هست، فرقان مجید هست، تا روز قیامت دیگر کتابی نمی آید. هرچه مسلمان بیاید تا روز قیامت باید آیات همین قرآن را، سور همین قرآن کریم را در نمازشان تلاوت بکنند، در هنگام شب که میخواهند در ماه رمضان قرائت قرآن داشته باشند، با تلاوت‌های این آیات قرآن کریم تقرب خداوند متعال را به دست بیاورند. همین قرآن، همین پروردگار عالم، همین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند متعال سوگند یاد میکند به آن اسب امیر المؤمنین علیه السلام که میتاخت و آن صدایی که از بینی اسب امیر المؤمنین علیه السلام بیرون می آمد و آن صدایی که از این اسب شنیده می شد. والعادیات ضبحا، بینندگان محترم، اگر این چنین باشد
که امیر المؤمنین علیه السلام و السلام اسب او کجا، اون صدایی که از بینی اسب او بیرون می آید نزد خداوند متعال این قدر مقدس هست، نزد پروردگار عالم این قدر مبارک هست، نزد پروردگار عالم این قدر محبوب هست که خداوند متعال به آن قسم می خورد و آن قسم را زیب قرآن کریم قرار می دهد و آن قرآن کریم را تا روز قیامت پیام خودش برای تمام بشر قرار می دهد. هر که مؤمن به قرآن کریم بود مسلمان، هر کسی که یک آیه از قرآن کریم را انکار بکند کافر. پس بینندگان عزیز، ثابت این می شود که هنگامی که آن صدای اسب امیر المؤمنین علیه السلام این مکانت را دارد، معرفت امیر المؤمنین علیه السلام و شناخت فضائل امیر المؤمنین علیه السلام و قدر و منزلت خود امیر المؤمنین علیه السلام نزد پروردگار عالم را فقط خود پروردگار عالم می داند، احمد مختار می داند، ائمه ابرار حضرت امام عصر علیه السلام می دانند و امثال من و امثال شما در این اولین قسم خداوند متعال اینجا مات و مبهوت مانده ایم. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا. بینندگان عزیز، افرأیتم النار التي تورون. بله، ارا یوری این آتش روشن کردن را میگویند، آتش روشن کردن را میگویند. فالموریات قدحا، قدح اون سنگی را میگوید که سنگ را به سنگ بزنن آتش درست بکنن. سابق با سنگ زدن آتش درست میکردن، امروز با کبریت آتش درست میکنن. میخواید آتش روشن بکنید، با کبریت یا با آلات دیگری که برای آتش درست کردن موجوده. فالموریات قدح، این اسب وقتی که میتاخت بر دشمن و اول سحر بود، صبحگاهان بود، تازه نماز خوانده بود شاه ولایت مآب، شاه مردان، فاتح خیبر، برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از نماز صبح بر دشمن تاختن، هوا تاریک بود، این اسب میدوید، الله اکبر الله اکبر، این اسب می دوید در هوای تاریک، پای اسب بر سنگلاخ ها می خورد، سم اسب بر سنگلاخ ها می خورد، این سم اسب که بر سنگلاخ ها محکم می خورد از اینجا جرقه آتش پیدا می شد. پس پروردگار عالم سوگند سوم آن فلموریات، سوگند به آن سم اسبان امیر المؤمنین علیه السلام، سوگند به سم اسبان امیر المؤمنین علیه السلام. پس بدان بینندگان محترم، اگر خداوند متعال در قرآن کریم سوگند به سم اسب امیر المؤمنین علیه السلام خورده، ما و شما نهایت همتی اگر بکنیم این اعتراف را بکنیم که ما لائق کشف، لائق کفش قنبر، غلام امیر المؤمنین علیه السلام هم نیستیم. اگر ذات اقدس ربوبی این اسب را اینقدر دوست دارد، این سوار را اینقدر دوست دارد، تمام حرکات او اینقدر خداوند متعال نگاه می کند و بیان می کند، این چنین فالموریات قدحا. بینندگان محترم، قدحا این موری، فالموریات یقدحن قدحا، این بله قسم به آن سمان اسبان و آن سنگ هایی که به اون سنگ ها می خورد، این سم ها، سم اسب، و از آن آتش تولید می شود. فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، و قسم به امیر المؤمنین علیه السلام آن هنگامی که صبحگاهان هجوم بردند بر دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. فاثرن بهی نقع، فاثرن بهی نقع،
امیر المؤمنین علیه السلام و السلام وقتی که تاختن بر دشمن و اسب با شدت تاخت، بله این غباری تولید کرد، نقع یعنی غبار، غبار تولید کرد، غبار بلند شد، غبار بر سر و صورت شاه ولایت مآب، شاه امیر شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام و السلام نشست و غبار بلند شد. فأثر به نقع، خداوند متعال آنچنان با بلاغت قرآن کریم که اعجاز هست بیان می‌فرماید که امیر المؤمنین علیه السلام و السلام آمدند به طرف دشمن، تاختند و غبار بلند شد. فوسط نبیه جمع، امیر المؤمنین علیه السلام و السلام شیر خدا هست، حیدر کرار هست، حیدر صفدر هست، غزنفر کارزار هست، فاتح خیبر هست، قاتل مرحب هست، قاتل عمرو ابن عبدود هست. فوسطن به جمع، امیر المؤمنین علیه السلام آمدند و با مردانگی که داشتن، شجاعتی که داشتن، از دشمن نهراسیدند، وسط دشمن آمدند. فوسطن به جمع، پس وارد شدند و وسط دشمن که چهار طرف او دشمن بود، صفها را دریدند و در قلب لشکر دشمن وارد شدند. بله، ان الانسان لربه لکنود و انه على ذلك لشهید و انه لحب الخير لشدید. انسان، حالا منظور از این انسان کی هست؟ حالا بیان میکنیم ان شاء الله. لربه لکنود، انسان نسبت به پروردگارش، این پروردگار کدام پروردگاره؟ این را هم الان بیان میکنیم. لکنود، کنود یعنی کفور، قدر ناشناسه انسان نسبت به ربش، آقایش، مولایش، بله قدر ناشناس. و انه علی ذلک لشهید، و خداوند شاهد این امر که بشر قدر امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام را نشناختند و نمیشناسند. قدر آن غلام سیاه امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام ابو یحیی میثم تمار را نشناختند. قدر کفش قنبر غلام امیر المؤمنین علیه السلام را نشناختند. خداوند متعال بر این مطلب شاهد هست. و انه لحب الخیر لشدید، بله اینها زندگی دنیا را می طلبند. حالا اینم بیشتر بیان می کنیم که در مورد کی نازل شده. بله از لسان خود امام صادق علیه السلام. و انه لحب الخير لشديد، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، آیا نمیدانند اون هنگامی که از قبرها برانگیخته شود، بعثر یعنی کشف بشود، پاره بشود قبرها، ما في القبور و حصل ما في الصدور، و بیرون بیاید آنچه که در سینه ها پنهان هست. بله ان ربهم بهم يومئذ لخبير، خداوند متعال یا رب انسان به آن مطلب خبیر هست. خب بینندگان محترم، تفسیر مطلب از لسان ائمه اطهار علیهم السلام خدمت شما به عرض میرسد. این کتاب البرهان فی تفسیر القرآن الکریم نوشته سید هاشم بحرانی، بله جزء ثامن. در اینجا بینندگان تفسیر برهان، ایشان چندین روایت نقل کرده، نه یک روایت، چندین روایت نقل کرده که بله روایت اول از امام صادق علیه السلام فی قوله تعالی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا هذه السورة نزلت فی اهل وادی اليابس قلت وما كان حالهم وقصتهم. بله این آیه در اهل وادی یابس نازل شده. فرمودند امام صادق علیه السلام که اهل وادی یابس 12,000 لشکر سواره جمع کردند و اینها بین خود پیمان گذاشتند و عهد کردند و توافق کردند که هیچ کدام اینها فرار نکنند. بله ولا یخذل احد احدا ولا یفر رجل عن صاحبه ولا يفر رجل عن صاحبي حتى يموتهم كلهم على حلف واحد. عهد کردن، پیمان کردن که ما هیچ کدام ما فرار نکنیم و از جنگ نگریزیم و تا وقت آخر، تا قطره آخ
خون آخر بجنگیم، بر علیه کی بجنگیم؟ و یقتلوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام. هدف اینها کی بود؟ هدف اینها جنگیدن با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و قتل ذات شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله. یک داعشی بوده در اون زمان، یک داعش اونجا جمع شده بودن، قتل ذات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و برادرشان امیر المؤمنین علیه السلام. بله، پس جبرئیل آمد خبر را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورد که اینها همچین عهدی کردند و توافقی کردند. و امره ان یبعث ابا بکر الیهم فی 4000 فارس من المهاجرین والانصار. جبرئیل گفت که خداوند متعال میفرماید که شما ابوبکر را فرمانده لشکر بسازید با 4000 از مهاجرین و انصار که برود ابوبکر به جنگ اهل وادی یابس. فصعد رسول الله صلی الله علیه و آله المنبر فحمد الله و اثنا علیه. ایشان بله بالای منبر رفتن، حمد خدا و ثنای خدا را گفتند. ثم قال، بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، ای جمع مهاجرین و انصار، جبرائیل به من خبر آورده که اهل وادی یابس 12000 سوار سرباز دارند. اینها آمادگی گرفتند و عهد کردند و پیمان کردند که هیچ کدام از اینها به همدیگر خیانت نکنند و هیچ کسی فرار نکنند و همدیگر را تنها نگذارند، حتی یقتلونی و اخی علی ابن ابی طالب علیه السلام، تا اینکه مرا و برادر مرا بکشند. کفار هم اینقدر معرفت داشتند. دوستان عزیز، تعجب اینجاست، ولی اینا که کافر بودند اینقدر معرفت داشتند که سرور اسلام چه کسیه؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام. اونا که کفار بودند اینقدر معرفت داشتند که اگر ما میخواهیم اسلام را از بین ببریم، دین اسلام را ریشکن کنیم، دو نفر باید از بین برود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام. اونا هم این مقدار میدانستند که اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بکشیم اما امیر المؤمنین علیه السلام را نکشیم، باز هم کاری نکردیم، چون امیر المؤمنین علیه السلام بله نفس نبی صلی الله علیه و آله و سلم و انفسنا و انفسکم. اگر ایشان زنده بمانند، مانند اینه که گویا خود محمد ابن عبدالله مکی مدنی صلی الله علیه و آله و سلم زنده مانده. و تعجب از این فرقه فاسده و فاسقه هست بینندگان عزیز که چه اشخاصی را بله آورده اند و اینها را به عنوان سرور اسلام معرفی میکنند. بله، و قد امرنی ان اسیر الیهم ابا بکر فی 4000 فارس. و خداوند متعال به من امر کرده که ابو بکر را امر بکنم که با 4000 لشکر سواره بروند به سوی وادی یابس. فخذوا فی مسیرکم، پس حرکت کنید، یالله، و استعدوا لعدوکم، و آمادگی قتال و کارزار با دشمنانتان شوید. و انهضوا وانهضوا اليهم على اسم الله وبركته يوم الاثنين ان شاء الله، و حرکت کنید به سوی اونها و به نام خدا روز دوشنبه ان شاء الله. پس مسلمان ها آمادگی گرفتن و آماده شدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر را امر کرد که آماده شود و برود. بله، و کان، و در جمله اموری که به ابوبکر امر کرده بود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بود که وقتی که دشمنان را دید اسلام را بر اونها عرضه بدارد. پس اگر با تو بیعت کردند خیلی خوب، بله، و اگر بیعت نکردند، اسلام را قبول نکردند، پس در مقابل اونها محکم بیست و جنگجویان اونها را بکش و آل و اولاد اونها را به اسیری بگیر و بیاور و اموال اونها را همگیش را به غنیمت بگیر و خرب ضیاعهم و دیارهم و بله پناهگاه های اونها را از بین ببر. فمضى ابو بکر، ابو بکر رفت، با او مهاجرین و انصار بود با لشکر خیلی آماده، با خرچی خیلی زیاد، آذوقه و تمام چیز از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گرفتن که ما میریم بجنگیم. رفتن در بهترین هیئت و حرکت کردن. سیسیرو بهم سیرا رفیقا، ابو بکر اما اسبش هیچ وقت نتاخت. ابو بکر بله یواش یواش آرام آرام
بگویم مثلا خانه عایشه داره میاد. خلاصه رفتن اینطوری حرکت کردن ابوبکر تا اینکه بعد از مدتی رسیدن به وادی یابس. بله وقتی که دشمنان دیدن که اینها رسیدن و ابوبکر با اصحاب خود اونجا آمدن، دیگر بارها را پایین کردن و کباب خوردن و مثلا غذا خوردن و برای جنگیدن که نیامده بودن، اینا برای سیر کردن آمده بودن، خوراکا را کشیدن و میخورن. بل اون لشکر با 200 نفر خرج الیه من والد یابس 200 رجل مدجحین بالسلاح، فلما صادفوهم قالوا لهم من انتم ومن اين اقبلتم واين تريدون. وقتی که دشمن اینها را دیدن که آمدن اینجا، این جماعت به پرخوری مصروف هستند، بله 200 سوار از دشمنان آمدند با سلاح و مسلح و کفار، 200 از اینها آمدند، صدا زدند که شما چه کسانی هستید، اینجا آمدید، از کجا آمدید، چه میخواهید، رهبرتان بیاد با ما صحبت بکنه. پس ابوبکر آمد با چند نفر رفت و با عمر بود و کی بود و کی بود و عثمان و اینا، این چند تا رفتن پیش اونها. ابو بکر گفت که من ابو بکر، من ابو بکر صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله، من ابو بکر، من صحابی هستم. قالوا ما اقدمك علینا، گفت اونها گفتن که شما اینجا چه کار آمده اید. گفت والله پیغمبر ما را فرستاده، امرنی رسول الله صلی الله علیه و آله ان اعرض علیکم الاسلام، ما را فرستاده که اسلام را بر شما عرضه بدهم. بله اگر مسلمان بشوید، خب مانند بقیه مسلمان ها هستید، هر که دوست اسلام بود دوست شماست، هر که دشمن اسلام بود دشمن اسلام، و الا فالحرب بیننا و بینکم، و اما اگر قبول نکنید ما با شما می جنگیم. او کفار رم خنده گرفت که این ابوبکر رو ببین، این آمده میگه من با شما می جنگم. قالوا واللات والعزى لولا رحم ماسة وقرابة قريبة لقتلناك وجميع من معك قتلة تكون حديثا لمن يكون بعدكم. اونا 200 نفر بودن نه بیشتر، اینا 4000 نفر. اونا خنده گرفت، گفت با خدا قسم ابو بکر، اگر اینطوری نبود که ما تو را میشناسیم که تو از قوم ما هستی و تو را ما میشناسیم که تو با ما رفیقی، در ته دل با ما هستی، با خدا قسم همه تان چنانی میکشتیم که برای ما بعد شما یک درس عبرت بودی، تا نسل ها بیایند اینجا یاد میکردن اینجا که در این وادی 4000 نفر از مسلمان ها اینجا کشته شده اند و به بدترین نحو فجیع اینا کشته شده، اگر این طوری نبود همه شما را سرتان از بدنتان جدا میکردیم، برید گمشید، فرجع انت و من معک و اربحو العافیه، برید گم بشید، عافیت را غنیمت بر شمارید، با این تمام بله لشکر که آوردید همه تان برگرد. فانما نريد صاحبكم بعيني واخاه علي ابن ابي طالب عليه السلام، ما فقط بله پیغمبرتان را کار داریم و علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام را کار داریم، شما ما با شما کار نداریم، برید از هر جا آمدید. ابو بکر آمد گفت القوم اكثر منكم اضعافا وعد منكم، ابو بکر زود برگشت آمد به لشکر گفت که ای لشکر گوش کنید که اینها عددشان خیلی از ما بیشتره و اینها آمادگیشان خیلی عالیه، و قد نعت دارکم عن اخوانکم من المسلمین، و ما از کجا آمدیم، از مدینه آمدیم، از خانه های خود آمدیم، راه ما هم که دور، ما راه دور آمدیم، بله فرجو بس برگردیم از اینجا، بله میریم پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر میدهیم که اینجا بل اینا قبول ندارند. در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابو بکر را امر کرده بود که وقتی اونها را دیدی اگر اسلام قبول نکردند با اونها بجنگ و اونها را نابود بکن و تمام اهل و عیال اونها را اسیر بگیر، مال اونها را غنیمت بگیر بیار. ابو بکر تا اونا یک پخ زدن ابو بکر خشتکش زرد شد، گفت که نه باید برگردیم. صحابه گفتن، لشکریان گفتن خالفت یا ابا بکر قول رسول الله صلی الله علیه و آله و ما امرک به، ابو بکر مخالفت کردی با قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فاتق الله و واقع القوم، از خدا بترس، تو فرمانده هستی، امر جنگ بده که با دشمنان بجنگیم، ولا تخالف قول رسول الله صلی الله علیه و آله، و با قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت نکن. فقال اني اعلم ما لا تعلمون والشاهد يرى ما لا يرى الغائب غائب. ابو بکر گفت که نه من بله من چیزهایی میدانم که شما نمیدانید، من ریش سفیدم
و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینجا که نیست، و ایشان غائبه، ندیده اینجا چه خبره. من شاهدم، من چیزی میدانم که او غائبه، ایشان نمیدین، خبر نداره. پس همه اینها برگشتند و آمدند به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند که یا رسول الله اونجا رفتیم، ابوبکر با اونا صحبت کرد، مصلحت ندید که جنگ بشه و برگشته. بله، مانند رهبر معظم. این آقای خامنه ای هم دوستان عزیز میگن که در اون زمانی که بنی صدر فرمانده کل قوا بود از طرف آقای خامنه ای در جنگ ایران و عراق، این آقای خامنه ای معاون وزیر دفاع بود. خود بنی صدر میگوید که در یک جایی در ایران در ما جنگ لشکر فرستادیم و زرهدار فرستادیم و اینها در منطقه کرخه کور خیلی پیشروی کردیم. یا آقای خامنه ای هم آمد از اونجا دیدن کرد. اون زمانی که خامنه ای آمد اونجا دیدن بکند به عنوان معاون وزیر دفاع یا چطوری، در اون زمان عراقی‌ها حمله کردن. اول کسی که فرار کرد خامنه ای بود. خامنه ای هم که فرار کرد، بقیه اون بسیجی ها و سپاه و لشکر و ارتش و اینا دیدن که وزیر دفاع فرار میکنه، اینا هم بزن بکن فرار بود. بنی صدر میگه من خاطرم جمع بود که اونجا ما اونجا را گرفتیم، فتح کردیم و دیگر جای ما اونجا خیلی محکمه، دلم خوش بود. به من خبر رسید که بیا بابا چه خبره. در منطقه نزدیک شدم، دیدم که هیچ سربازا دارن فرار میکنن و این بله وانتای سربازا اینا در حال فرار. جلو اینا رو گرفتم متوقف. چه خبره؟ گفتن عراقی ها حمله کردن، ما فرار میکنیم. گفتم خامنه ای کجاست؟ گفت خامنه ای اول کسی بود که فرار کرد. اونها رو گفتم که نه، برگردیم. با هزار مکافات اونها رو نگه داشتیم و برگرداندیم و تا اونجا بله و الا عراقی ها میگن خیلی میخواست پیشروی بکنن. الا کل حال بینندگان محترم، اینا آمدن، ابوبکر آمدن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادن که اونجا این چنین جریانی گذشته. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ابوبکر گفتن یا ابوبکر خالفت امری، با امر من مخالفت کردی و لم تفعل ما امرتک به، و اون کاری را که لازم بود انجام بدهی من به تو امر کردم انجام ندادی. و کنت لی والله عاصیا فیما امرتک، و خدا قسم تو عصیان کردی در اون امری که من تو را امر کرده بودم، تو معصیت کردی، مخالفت کردی. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بالای منبر رفتند و فرمودند یا معشر المسلمین، ای مسلمان ها، من امر کردم ابوبکر را که لشکر را ببرد به وادی یابس و اسلام را به اونها عرضه بدارد و اونها را به خدا، دین خدا دعوت بکنند، و اگر اونها قبول نکنند با اونها بجنگد. بله، ابوبکر رفت به اونجا و فقط 200 نفر از کفار آمد، ابو بکر را تهدید کرد. فلما سمع كلامهم و مستقبلوه به انتفخ صحروه و دخل عليه الرعب منهم. بله، وقتی که کلام 200 نفر را فقط دید، ابو بکر از ترس این سینه‌اش بله از ترس سینه‌اش انتفخ صحروه، این قسمت سینه و گردن، این بله این سحر میگوین این در زمان عربی، اینجاش بزرگ شد و آماس کرد. بله، و از کفار ترسید و دخله الرعب منهم و ترک قولی، و ترسید و با از قول مرا گذاشت ول کرد و لم یطع امری، و امر مرا اطاعت نکرد. و ان جبرئیل جاء من عند الله عز وجل ان ابعث الیهم عمر فی مکانی فی 4000 فارس، و حالا جبرئیل علیه السلام آمده از جانب خدا امر آورده که عمر این بار فرمان را ده بشود و عمر بیا این 4000 لشکر را بگیر و برو. عمر آمد و با 4000 لشکر راهی شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همان امر را به عمر کرد، فرمود که تو که می روی در وادی یابس اونها را دعوت به اسلام بکن. بله، و اگر اونها قبول کردن خوب، اگر قبول نکردن با اونها بجنگ و اونها را تارمار کن و برگرد. خب عمر حرکت کرد. بله، یقصد فی سیره حتی شارف القوم، مانند ابو بکر حرکت کرد و بسیار یواش میرفت عمر تا اینکه رسیدن به اونجا به وادی یابس. دو طرف هم کفار هم مسلمین هم دیگر را میدیدن. پس 200 نفر آمدن باز با همون حرفی را که به ابو بکر گفته بودن به عمر گفتن. بله، با این بار عمرم برگشت با
وكاد أن يطير قلبه مما رأى من عدة القوم وجمعهم. کم بود بله زهره عمر بترکت از اینکه از اون هیبت و خوف کفار که عمر دیده بود. اون 200 نفر آمدن یک پخ زدن که کجا آمدید شما؟ بله از ترس و از خجالت عمر او ببخشید ما اشتباه شده برمیگردیم. خلاصه برگشتن فورا به طرف مدینه. پس جبرئیل علیه السلام نازل شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را خبر داد که عمر چی کار کرده و انه قد انصرف و انصرف المسلمون معه. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بالای منبر رفتند و حمد و ثنا گفتند و آن کاری که عمر انجام داده بود به مسلمین خبر دادند و انه قد انصرف و انصرف المسلمون معه مخالفا لامری، که عمر فرار کرده باز از جنگ و مسلمان ها با او فرار کردند در حالی که اینها مخالفت امر من کردن، عاصیا لقولی، امر مرا اسیان کردن. بله و لشکر هم رسید، لشکر هم خبر داد که یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما را با این فرمانده نامرد شما فرستادی، 200 تا از اون کفار آمدن در این یک پخ زدن، یک پخ زدند این نامرد. بله خلاصه این طوری ترسید و زود فرار کرد از اونجا، از معرکه آمد، این جنگی واقع نشد. بله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عمر گفتن یا عمر عصیت الله فی عرشه و عصیتنی، عمر تو اسیان خدا کردی در عرش او و اسیان من نمودی و مخالفت قول من کردی و به فکر خود عمل کردی. علا قبح الله رأیک، خدا هی خدا قبیح بگرداند فکر تو ملعون را. و ان جبرئیل علیه السلام قد امرنی ان ابعث علی ابن ابی طالب علیه السلام فی هؤلاء المسلمین. و حالا دیگر نوبت نه ابی بکر، نوبت عمر. در بعض از روایات داره که عمرو بن العاص هم گفت که مرا بفرستید بار، او را هم یک بار رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرستاد، او هم برگشت. خب این روایت نداره این مطلب، اما ابو بکر و عمر را جمیع روایات داره. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند دیگر این بار نوبت شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام. بعد از این که همگی امتحان شدند، چون از اول هم خداوند می توانست حبیبش صلی الله علیه و آله و سلم را امر بکند که شما از اول امیر المؤمنین علیه السلام را بفرستید، درسته؟ اما این کار را نکرد پروردگار عالم، از اول ایشان را نفرمود که بروید. بله و حکمتش واضح و آشکاره، چون از اول اگر امیر المؤمنین علیه السلام می رفتن و اونجا فتح می کردن، ابوبکر و عمر می گفتن که بله این که آسان بود، ما را هم اگر فرستاده بود ما هم این را فتح می کردیم، اما ایشان مثلا پسر عمویش را دوست داره، او را هر جا فرمانده می سازه، به ما فرماندهی نمی دهد، مثلا می توانستن این حرف را بزنن. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای همه خلائق بله اتمام حجت نمود. پس امیر المؤمنین علیه السلام خارج شدن و با مهاجرین و انصار، فسار بهم سيرا غير سير ابي بكر وعمر، وذلك انه اعنف بهم في السير حتى خافوا ان ينقطعوا من التعب وتحفى دوابهم. امير المؤمنين عليه السلام در رفتار بله مانند ابو بكر وعمر نرم نرم نرفتن، با سرعت، با بله عزم پولادین و با بسیار اراده استوار و با سرعت و بر اونها سخت گرفتن، به لشکر سخت گرفتن که باید زود خود ما را به دشمن برسانی، و به حدی که لشکر اسلام ترسیده بودن از خستگی، که از خستگی مثلا شاید بله چارپایانشان هلاک بشوند، اما امیر المؤمنین علیه السلام به خاطر که ابو بکر و عمر آبروی اسلام را برده بودن، بر اینها سخت گرفتن که زود خودشان را به لشکر دشمن برسانند. بله فقال لهم لا تخافوا. بله این را هم براتان بخوانم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن قد بله ان جبرئیل قد امرنی ان ابعث علی ابن ابی طالب علیه السلام فی هؤلاء المسلمین. جبرئیل علیه السلام از جانب خدا امر آورده که امیر المؤمنین علیه السلام را به فرماندهی مسلمین من بفرستم، و اخبرنی ان الله یفتح علیه و علی اصحابه. و جبرئیل از جانب خدا خبر آورده که امیر المؤمنین علیه السلام حتما فاتح خواهند و پیروز خواهد بود. فدعا علیا علیه السلام و اوصاه بما اوصا به ابا بکر و اصحابه 4000 و اخبره ان الله سيفتح عليه و على اصحابه.
پس به امیر المؤمنین علیه السلام هم همون وصیتی را که به ابو بکر و عمر کرده بود به ایشان کرده بود. بله، با این فرق که به امیر المؤمنین علیه السلام بشارت داد که شما فاتح خواهید. پس وقتی که امیر المؤمنین علیه السلام لشکر را با سرعت می برد به طرف دشمن، به دشمن به لشکر خود اینچنین فرمود: لا تخافوا، نه هراسی. پس که به تحقیق که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من امر کرده، قد امرنی به امر، و به من خبر داده که من فاتح خواهم بود، فابشروا فانکم علی خیر و الی خیر، پس بر شما بشارت با. پس اونایی که ترسیده بودن که مثلا از خستگی چارپایانشان هلاک بشود، اونها طابت نفوسهم، همیشان بله، فطابت نفوسهم و قلوبهم و ساروا علی ذلک السیر و التعب، دلهای اونها آسوده شد، گرچه خسته بودن اما حرکت کردن و به سرعت خودشان را به دشمن رساندن. بله، حتی اذا کان قریبا منهم حیث یرونه و یراهم امر اصحابه ان ینزلوا. بله، وقتی که نزدیک دشمن رسیدن که همدیگر را می دیدن، اونجا امیر المؤمنین علیه السلام امر کردن که اینجا نزول بکنید، اینجا عسکر اینجا باشه، اردوگاه اینجا باشه. بله، اهل وادی یابس هم شنیدن که امیر المؤمنین علیه السلام تشریف آورده. پس اون 200 نفر سوار با سلاح‌های خیلی بله جالب، با سلاح و زره و همه سلاح‌های کون زمان بودند، آمدند به ملاقات امیر المؤمنین علیه السلام. امیر المؤمنین علیه السلام با چند نفر از یاران خود رفتند و اونها فرمودند، اونها گفتند که من انتم و من این اقبلتم و این تریدون، شما کی هستید، از کجا آمدید، چه کسی را میخواهید؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند: انا علی ابن ابی طالب علیه السلام ابن عم رسول الله صلی الله علیه و آله و اخوه، من شاه مردان هستم، من علی علیه السلام فرزند ابو طالب علیه السلام هستم، من پسر عم رسول خدا صلی الله علیه و آله و برادر او هستم، و رسوله الیکم، و من فرستاده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم، ادعوکم الى شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله، شما را به این کلمه طیبه من دعوت میکنم، اگر ایمان بیاورید مانند مسلمان ها خواهید بود و کسی به شما کاری ندارد. فقالوا له اياک اردنا، اون کفار گفتند که بله ما منتظر شما بودیم، کفار بود گفتند ما شما را میخواستیم، چون ما میخواهیم که شما و برادرتان را بکشیم، ما به بقیه مسلمین کاری نداریم، و انت طلبتنا، بله تو شما اون کسی هستید که ما اون را ما میخواستیم، قد سمعنا مقالتك وما عرفت علينا، هذا ما لا يوافقنا، فخذ حضرك واستعد للحرب العوان، گفت ما بله دعوت شما را شنیدیم اما ما موافقت نداریم، بله پس آماده بشو و آماده بشو برای یک جنگ خیلی شدید، الحرب العوان، جنگ خیلی شدید، و بدان و علم انا قاتلوك و قاتلو اصحابك، پس بدان که ما قاتل تو هستیم، ما شما را به شهادت می رسانیم و ما تمام این یاران همه تان فردا کشته می شید، و الموعود فی ما بیننا و بینک غدا ضحوتان، و فردا صبح ما با شما بله آفتاب که بلند بشود ما با شما کار داریم، و قد اعذرنا فی ما بیننا و بینک، و ما عذر را بر شما کوتاه کرد. امیر المؤمنین علیه السلام در جواب اونها فرمودن: ویلکم تهددونی بکثرتکم و جمعکم، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که ای وای بر شما، شما مرا تهدید میکنید که عدد شما زیاده و لشکرتان بزرگه، من شیر خدا هستم، من برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم، و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من بشارت پیروزی ادا فرموده، بله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. پس هر دو لشکر آمدن به مراکز خود برگشتند. آن شب امیر المؤمنین علیه السلام به مسلمین فرمودند که شما اسبهایتان را خوب، جوی داشتن، کاهی داشتن، اسبهایتان را خوب آذوقه بدهید، و فردا روز جنگ است. وقتی که صبح شد، اول صبح نماز خواندند، بعد امیر المؤمنین علیه السلام با عده کمی از یاران خودشان بله سوار بر اسبهای خودشان شدند و بله این اسبها میتاخت،
بله، و اونها لشکر دشمن دیگر اونجا بودند. بله، در اون تاریکی شب امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام بر اونها شبیخون زد. شبیخون زدند و صفوف را شکستند و وارد لشکر دشمن شدند و اونها هیچ کاری نکرد. از مسلمین فقط دو نفر کشته شد. امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام 120 نفر از اونها را به جهنم واصل فرمودند، بقیه همه اونها را مانند گله گوسفند با ریسمان بستند، همه گونا اسیر همه گیشون را آوردن به مدینه منوره. اینقدر عدد زیاد، با یک رعبی خداوند متعال امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام را حیوتی عطا فرمود که وارد قلب لشکر دشمن شدند، زدند و تاختند. و وقتی 120 نفر از اینا کشته شدن، اونا چشماشان در خواب بود یا چطوره، اون عده‌شان که توانستن بجنگن کشته شدن، بقیه همگی تسلیم. بله، و اینها را آوردن به سوی مدینه منوره. و به خداوند متعال جبرئیل را فرستاد که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر بدهد. جبرئیل به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر آورد که امیرالمؤمنین علیه السلام پیروز شده و تمام اون لشکر کفار را به اسارت گرفته و اموال اونها را الى ما شاء الله به سوی مدینه روان هستند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بالای منبر رفتن و بشارت دادند و بعد بیرون شدن آمدن به استقبال امیرالمؤمنین علیه السلام. خیلی راه آمدن و خرج یستقبل علی علیه السلام فی جمیع اهل المدینه من المسلمین. بله، با مسلمان ها آمدن و زن و فرزند و مسلمان ها کوچک و بزرگ همگی به استقبال امیرالمؤمنین علیه السلام. وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دیدن که تشریف آورده، از اسب پیاده شدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم پیاده شدند. امیرالمؤمنین علیه السلام را در آغوش گرفتند، پیشانی مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام را بوسیدند. بله، و با اون اسارا و با اون اموال غنیمت وارد مدینه منوره شدند. بله، امام صادق علیه السلام فرمودند که مسلمین این چنین غنیمت را هیچ وقت نگرفته بودند، مگر بله مانند غنیمت اینقدر زیاد بود، مانند غنیمت جنگ خیبر. و در این واقعه خداوند متعال این آیات را نازل کرد، والعادیات ذبحا. بله، یعنی بالعادیات الخیل تعدو بالرجال و الذبح صیحتها فی عنتها و لجومها. عادیات همون اسب بینندگان عزیز که در حالی که در حمله میکرد به لشکریان دشمن، و الذبح همون صیحه او هست و این صیحه صیحه مخصوصیه که هنگام دویدن اسب از او خارج میشود. بله، فالموریات قدحا، فای عطف و این واو قسم بر این الموریات هم میآید. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، موریات همون سم اسب امیر المؤمنین علیه السلام. فالمغیرات صبحا، امیر المؤمنین علیه السلام در حال شبیخون زدن صبحگاهان بر دشمنان. قد اخبرتو که انها اغارت علیهم صبحا، امیر المؤمنین علیه السلام صبح زود بعد از نماز صبح بر دشمن شبیخون زدن، حمله ناگهانی کردن. قلت قوله فأثرن به نقعا، بله، فأثرن بالوادی نقعا، فأثرن به نقعا. بله، ما پرسیدم از امام صادق علیه السلام که معنای آن چیست. اسبها وقتی که دوید، از این اسبها غبار بلند شد. غبار که بلند شد، این نق یعنی غبار. بله، تأثیر گذاشت و این اسبها غبار بلند کردن. فوسطن به جمعا، منظور بله، فوسط این را تفسیر نکردم، اما من برای شما گفتم. ان الانسان لربه لکنود، الکنود یعنی کفور، و انه على ذلك لشهید. انسان نسبت به مولای خودش، آقای خودش، رب دوستان عزیز به معنای اون آقایی که تربیت در دست اوست و پرورش در دست اوست، و خداوند متعال هم رب هست، رب هست، به خاطر اینکه تمام رزق و روزی و تمام نعمات از پروردگار عالم. و ائمه اطهار علیهم السلام هم پرورش در دست اونها هست، اونها هم مولا هستند، و در زبان عربی به هر دو رب گفته می شود. ان الانسان لربه لکنود، کنود یعنی کفور،
کفران نعمت می کند و انه علی ذلک لشهید. و در بعضی روایات آمده انه یعنی خداوند متعال بر این مطلب شاهده که انسان خیلی کفوره، خیلی کفران نعمت می کند و خداوند متعال بر این مطلب شاهده. این منظور از این انسانی که در اینجا هست کیست؟ منظور از این ابوبکر و عمر که مولای ابوبکر و عمر امیر المؤمنین علیه السلام هستند. که بله امیر ابوبکر و عمر خودشان دیدند که چطور رفتند و از اونجا با خشتک زرد گریختند و فرار کردند. در احد همچنین فرار کردند، در خیبر همچنین فرار کردند، در غزوه حنین همچنین فرار کردند، در تمام غزوات این نامردها فرار کردند. در جاهای دیگر که میآمد سوال میشد از اینها درباره اسلام، اینها جواب بلد نبودند. یهود میآمد، نصارا میآمدند، سوال میکردند، سوالهای ساده، اینها جوابش را بلد نبودند. بله منجی اینها کی بود؟ امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام بود. پس آقا امیرالمؤمنین علیه السلام. کفور چی کسی؟ ابوبکر و عمر. و خدا هم شاهد این مطلب. امام صادق علیه السلام فرمودند یعنی هما جمیعا قد شمحدا جمیعا وادی الیابس و کانا لحب الحیات حریصین. بله خداوند متعال اینجا منظور ان الانسان لربه لکنود، این منظور کنایه هست. کنایه بله شما هم مثلا یک زمانی کنایه در زبان انسان بلیغ از مانند صریحه و از صریح هم صریح تره. الکنایه تو ابلغ من التصریح. بله شما مثلا در وقتی که مجلس چند نفر با هم دارید صحبت میکنید، مثلا میخواید درباره آقای خامنه ای صحبت کنید، همگی میدونه مقصود شما خامنه ای، میگه بله یارو این چنین گفته امروز، یارو این چنین گفته، خب همگی میدونن منظور شما خامنه ای دیگه، شما لزومی نداره اسم از خامنه ای ببرید. متوجه هستید؟ ان الانسان لربه لکنود یعنی کفور. یعنی هما خداوند متعال اینجا قصد کرده چه کسی را؟ بله اون دو نفر را. قد شهد هر دوی اون دو نفر در وادی یابس بودن و کان لحب الحیات حریصین و انه لحب الخیر لشدید. بله اینها حیات دنیا را حریص هستند این دو نفر. بله قدرت جنگیدن با کفار را نداشتن چون از مرگ ترسیدن. منظور این افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. آیا نمیداند او اون هنگامی که بله برانگیخته بشود آنچه که در قبر هست، بیرون آورده بشود آنچه که در قبر هست، و حصل ما فی الصدور و آن چیزی که در سینه های آدمه. خب در سینه آدم خیلی رازه، شما به کسی نمیگید. شما مثلا در سینه شما خیلی از امور حتی به خانمت، به مادرت، به پدرت نمیگویی چون شرمت میاد، خجالت میکشی یا مصلحتی در کار. اما روز قیامت یوم تبل السرائر، سرها بیرون میاد روز قیامت. بله روز قیامت روزی هست. افلا یعلم اذا بعثر، یا ظهور امام زمان علیه السلام. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. آیا نمیداند اونها اون زمانی که از قبرها بیرون آورده بشود آنچه که در قبرها هست، و حصل ما فی الصدور و آنچه که در سینه ها هست اون رازها آشکار بشود. خب این هم روز قیامت حاصل میشود و هم روز ظهور امام زمان علیه السلام حاصل میشود. که روز ظهور امام زمان علیه السلام هم یک قیامت صغرا هست، یعنی خیلی از مردم را از قبر بیرون میکنند امام زمان علیه السلام و خیلی از مؤمنین هم برای نصرت امام زمان علیه السلام از قبر بیرون میآیند. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، در آن روز مولای اونها با اونها خیلی آگاه که با اونها چیکار بکنه. در آن روز هم روز قیامت، روز قیامت امیرالمؤمنین علیه السلام قسیم الجنه و النار. در روز قیامت هم امیر المؤمنین علیه السلام می داند که با مردم چی کار بکنه. و در ظهور امام زمان علیه السلام در رجعت هم که در روایات آمده که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که من روز که رجعت واقع بشود انشاءالله مثلا معاویه را بیرون می کنم، او را با او چی کار می کنم، اون زمان خواهید دید که با معاویه من چی کار می کنم. خب آن زمان بله در ظهور امام زمان علیه السلام، بله امام زمان علیه السلام خودشان از ابو بکر و عمر انتقام میگیرند. بله و امیر المؤمنین علیه السلام هم که ایشان در چند رجعت دارن، صاحب الکرات هستن ایشان. و بله ایشان هم اگر خودشان مستقلا هم بخوان انتقام بگیرن اون هم هیچ بعیدی نیست، چون مرده اگر ابو بکر و عمر کشته بشن دوباره زنده کردن اونها برای اهل بیت علیهم السلام کاری ندارد. فرمودن که
نزلت الآیتان فیهما خاصه. بله، این آیات، این آیایی که اینجا هست، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر. بله بله، مولای اونها در آن روز که اینها از قبر زنده بیرون میکنند، مولای اینها به اینها آگاه هست. این بله درباره اون دو نفر که در صدر این حدیث مذکور هست، درباره اون دو نفر این آیه نازل شده. کانا یضمیرانی ضمیر السوءی و یعملان به. اینها در دلشان سیاه بود، نیتشان بد بود، عقیدهشان باطل بود و اون عقیده بد و نیت بد را در دل خود پنهان داشتند، یعنی منافق بود و طبق آن عمل میکردند. فاخبر الله خبرهما و فعالهما فهذه قصة الوادی اليابس و تفسیر العادیات. امام علیه الصلاة و السلام فرمودند که این قصه تفسیر تفسیر سوره عادیات هست و قصه وادی یابس، که چندین حدیث دیگر هم اینجا سید هاشم بحرانی رضوان الله علیه آورده. بینندگان محترم، بله، ما در ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر، خداوند متعال میداند که با مردم چه کار بکند و امیر المؤمنین علیه السلام میداند که با مردم چه کار بکند. در جلسه قبل و امشب هم که شب قدر هست بینندگان عزیز و شب شهادت امیر المؤمنین علیه السلام هست و شما هم عزادار شهادت امیر المؤمنین علیه السلام هستید و خداوند متعال به ما و شما توفیق عزاداری هرچه بیشتر عنایت کند. حالا بینندگان محترم، پاره از فضائل امیر المؤمنین علیه السلام و شیعیان ایشان در روز قیامت خدمت شما به عرض می رسد. این کتاب بحار الانوار بینندگان محترم نوشته علامه مجلسی جزء سابع جزء هفتم باب احوال المتقین والمجرمین فی القیامه صفحه 175 مجلد هفتم، احوال اهل تقوا و مجرمین در روز قیامت، حدیث ششم بینندگان عزیز. بله، عمرو بن شیبه میگوید خدمت حضرت امام باقر علیه السلام عرض کردم جعلنی الله فداک، خدا مرا فدای شما بگرداند، هنگامی که روز قیامت باشد این یکون رسول الله صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام و شیعته. تو روز امیر المؤمنین علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم. خب بینندگان عزیز، ما بعضی از روایاتی را که درباره فضائل اهل بیت علیهم الصلاة والسلام در روز قیامت آمده براتان می‌خوانیم. بله، در کتاب بحار الانوار بینندگان محترم مجلد هفتم حدیث 16 در صفحه 179 باب احوال المتقین والمجرمین فی یوم القیامه. بله بله، امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یا علی سلام الله علیه، انا اول من ينفض التراب عن رأسه و انت معي. اولین کسی که از قبر محشور می شود من هستم و شما با من هستید، یعنی ما دوتا با هم بله یک جا بله از قبر عرق بلند می شویم. ثم سائر الخلق، بعد بقیه مردم، یا علی سلام الله علیه انت و شیعتک علی الحوض تسقون من احببتم و تمنعون من کرهتم. برادر من یا امیر المؤمنین، شما و شیعیان شما در بر لب حوض کوثر جمع می شوید و خداوند متعال شیعیان شما را، محبین شما را در کنار شما، در کنار من بر لب حوض کوثر می رساند. و نه تنها شما در اونجا بله ساقی حوض کوثر هستید، بلکه شیعیان شما، خداوند متعال به اونها هم اجازه سقایه می دهد و اونها هم هر کی را که بخواهند از کوثر بله نوشیدنی می دهند، شراب می دهند و هر کی را که خواستند بله نمی دهند. تسقون من احببتم، هر کی را که شما بخواهید سیراب میکنید و هر کی را که شما و شیعیانتان نخواستید سیراب نمیکنید. و انتم الامنون یوم الفزع الاکبر فی ظل العرش. یا امیر المؤمنین، شما و شیعیان شما اهل امان هستید در سایه عرش خدا در اون روزی که روز فزع اکبر هست، روز وحشت عظیم.
یفزع الناس ولا تفزعون. مردم در روز قیامت همگی در خوف و هراس هستند، در وحشت شدید هستند. ولا تفزعون، اما شما و شیعیان شما هیچ گونه خوفی ندارید. و یحزن الناس ولا تحزنون، مردم همگی غم زده هستند روز قیامت، اما شما و شیعیان شما هیچ گونه غمی ندارید. فیکم نزلت هذه الآیه یا امیر المؤمنین سلام الله علیه، درباره شما این آیه کریمه نازل شده. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. اینجا معبدون، این اشتباه، مبعدون، کسانی که ما قبلا به اونها احسان کردیم، به اونها نیکی کردیم، یعنی محبت امیر المؤمنین علیه السلام را در دلهای اونها گذاشته ایم. اونها از حزن و اندوه و خوف و وحشت و عذاب روز قیامت دور هستند. لا یسمعون حسیسها، اونها اصلا صدای جهنم، صدای وحشتناک جهنم را نمیشنوند. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، و این شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام روز قیامت در اون چیزهایی که دل بخواهی اونها هست. فی مشتهت انفسهم، چی چیزهای دل بخواهی شما هست؟ چی چیزهایی را آرزویش را دارید، تمنایش را دارید، واقعا دل شما خواهش آن را دارد؟ در آن امور، در قصرهای بی که قابل وصف نیست، غذاها، سفرهایی که قابل وصف نیست، چشمه سارهای از شراب، چشمه ها سارهای از شیر، آبشارهای از شیر، جویهای از عسل، میوه های بهشتی، مرغان خوش لحان بهشتی، کنیزکان زیباروی بهشتی، غلامانی که خدمت میکنند در بهشت، قوم و خیش و همگی دوستان و احباب در کنار آدم، بله در آنجا، بله. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، بله شیعیان شما، محبین شما یا امیر المؤمنین سلام الله علیه، در اون اموری که دل اینها میخواهند، در آن امور، در آن لذات تا ابد الاباد خالدن به صورت جاودانه در اونجا خواهند بود. لا يحزنهم الفزع الاکبر، روز قیامت که روز فزع اکبر هست، روز وحشت و شدت هست، روز خوف شدید هست، در آن روز این شیعیان شما هیچ گونه غم و اندوهی ندارند. و تتلقاهم الملائکه، و ملائکه با بسیار بشارت و با بسیار بشاشت، با چهره خیلی خندان و با تملق و با احترام میآیند و ملاقات میکنند و استقبال میکنند شیعیان شما را، و به شیعیان شما میگویند هذا یومکم الذی کنتم توعدون. شیعیان، این آن روزی هست که خداوند متعال به شما وعده داده بود که اگر شما امیر المؤمنین علیه السلام را دوست بدارید و بر این محبت وفادار بمانید، همچنین لذاتی برای شما خدا خواهد داد. کسانی که صابر ماندن و ثابت قدم ماندن، بله این جزایشان در روز قیامت و پاداشان روز قیامت. یا علی انت و شیعتک تطلبون فی الموقف و انتم فی الجنان تتنعمون. یا امیر المؤمنین سلام الله علیه، روز قیامت که روزی است 50,000 سال، مردم در اونجا حساب گرفته می شوند، حساب های خیلی شدیده، و هر یکی در یک حسابی گیر می افته و واصل جهنم می شود، و مردمان در اونجا می گردن که شیعیان کجا هستند. شیعیان را نمی بینند در اونجا، در اون مواقف قیامت شیعیان را نمی بینند. چرا نمی بینند؟ چون شیعیان قبلا وارد بهشت شدند، در جنات پروردگار عالم نعمات الهی را لذت می برند. حدیث بعدی را ملاحظه بفرمایید بینندگان عزیز. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هنگامی که روز قیامت می شود، خداوند متعال یک خلائقی را می آورد، یک مردمانی را اونجا می آورد که بر منبرهای از نور، بر تخت ها، منبر یعنی تخت، بر تخت های از نور اونها تشریف فرما می شود. چهره های اونها اینقدر زیبا می شود روز قیامت، تتلألأ وجوههم کالقمر لیلة البدر، چهره های اونها اینقدر زیبا می شود روز قیامت مانند ماه شب 14. یغبطهم الاولون والآخرون،
اولین و آخرین همگی غبطه میخورند که اینا چه مردمانی هستند که این چنین خداوند با احترام با تکریم بر تخت ها چنین نشسته اند، چهره های اینقدر زیبا. ثم سکت، بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ساکت شدند و سه مرتبه این کلام را تکرار کردند، ساکت شدند سه مرتبه تکرار کردند. روز قیامت همچنین تخت هایی هست و بر اون تخت های این مردمان تشریف دارند، چهره همچنین نورانی. عمر بن خطاب بلند شد و گفت که هم الشهدا، آیا اونها شهیدان هستند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هم الشهدا و لیس هم الشهدا الذین تظنون، فرمودند که اونها شهدا هستند، من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما اون شهدایی که شما فکر میکنید و گمان دارید اون شهدا نیستن، اینا شهید هستن از نوع دیگری. عمر گفت هم الانبیا، اونها انبیا هستن. هم الاوصیا، قال هم الاوصیا. بله، عمر پرسید که آیا اونها اوصیا هستن؟ قال هم الاوصیا و لیس هم الاوصیا الذین تظنون. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که نه، اونها انبیا نیستن. عمر پرسید آیا اونها اوصیا هستند؟ گفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اونها اوصیا هستند، اما نه اون اوصیایی که شما فکر میکنید. قال فمن اهل السماء او من اهل الارض؟ عمر پرسید آیا اونها از اهل السماء هستند، از اهل ارض هستند؟ قال هم من اهل الارض. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اونها از اهل زمین هستند. عمر گفت فاخبرنی من هم، خبر بده چه کسی هستن اونها. فاوم بيده الى علی علیه السلام فقال هذا و شیعته. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با دست مبارک اشاره کردن به سوی امیر المؤمنین علیه السلام و فرمودن ایشان و شیعیان ایشان. روایت دیگر از امام باقر علیه السلام، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن روز قیامت قوم میآیند که لباس های اونها از نور و چهره هایشان پر از نور. یعرفون بی آثار سجود، در چهره های اونا آثار سجده هست. بله، از صفها میگذرن، از صف شهدا، از صف صالحین، از صف انبیا میگذرن تا میاین در پیش عرش. یغبطهم النبیون والملائکه والشهدا والصالحون، غبطه میخوره به حال این قوم. انبیا غبطه میخوره، شهدا، صالحون غبطه میخوره، این چه قومی هستن؟ عمر پرسید اونا چه کسانی هستن؟ قال اولئک شیعتنا و علی علیه السلام امامهم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن آنها شیعیان ما هستند و امام آنها امیر المؤمنین علیه السلام هستند. حدیث بعدی را ملاحظه بفرمایید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به امیر المؤمنین علیه السلام، اون زمانی که خداوند متعال مردم را نیافریده بودند و خداوند متعال انوز از گل خلائق را خلق نکرده بودند، در اون گل خدا به من شیعیان شما را نشان داد. در آن گل خداوند قبل از خلقت آدم، بله، شیعیان را در اون گل به من نشان داد. بله، ارواح بودند قبل از اینکه اجساد اونها آفریده بشود و من در آن حال، من بر شیعیان تو یا امیر المؤمنین علیه السلام گذر کردم و برای شیعیان تو استغفار کردم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن یا نبی الله زدنی فیهم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ای پیغمبر خدا بیشتر درباره شیعیان من به من بگو. بله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا علی سلام الله علیه تخرج انت و شیعتک من قبورکم. یا امیر المؤمنین سلام الله علیه، شما و شیعیانتان از قبرهایتان بیرون آورده میشید و وجوهکم کالقمر لیلة البدر، بیرون آورده میشید، شیعیان از قبرهایشان بیرون میآیند. بله، به برکت محبت امیر المؤمنین علیه السلام، صدقه سر امیر المؤمنین علیه السلام، صدقه سر بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها و خانواده ایشان و اولاد ایشان، شیعیان شما از قبر بیرون میآیند در حالی که چهره های اونها کل قمر لیلة البدر، مانند ماه شب چهارده، مانند ماه شب چهارده، این چنین نورانی، این چنین زیبا، هر شیعه این چنین دلربا، هر شیعه این چنین چهرهش با حسن با زیبایی. و قد فرجت عنکم الشدائد،
تمام سختی های قیامت از شیعیان تو برچیده شده. بله. و ذهب عنكم الاحزان، و خداوند متعال خودش همه غم ها را در آن روز از تو و شیعیان تو برده. تستظلون تحت العرش، جایگاه شما زیر عرش خدا، عرش خدا خودش جایگاه امیر المؤمنین علیه السلام، زیر عرش خدا بله جایگاه شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام. یخاف الناس ولا تخافون، همه مردم در روز قیامت در خوف در وحشت، اما شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام هیچ گونه خوفی ندارد. و یحزن الناس ولا تحزنون، همه مردم در حزنن در اندوهن، شیعیان هیچ گونه اندوهی ندارند. و توضع لكم مائده و الناس فی المحاسبه، مردم حساب میدهن، شما بر مائده خدایی نشسته اید، شما بر سفره بهشتی، طعام های بهشتی، مرغان بریان شده از بهشت، شراب های بهشتی، میوه ها، انگور ها، انار ها، سیب ها، لذات بهشتی برای شما، و مردم اونجا حساب و کتابشان فارغ نشدن. بینندگان محترم، یک حدیث دیگر برات نشان بدم. امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله یبعث شیعتنا یوم القیامه على ما فیهم من ذنوب او غیره مبیضه وجوههم، خداوند متعال روز قیامت شیعیان ما را ولو گناهکار باشند ولو گناهکار باشند محشور می‌دارد، در حالی که به برکت نور امیر المؤمنین علیه السلام چهره ها نورانی، بقیه مردم مکشوف العوره هستند، بقیه مردم برهنه هستند. خداوند متعال به آبروی امیر المؤمنین علیه السلام به خاطر نام نامیه شاه خیبر گشا، شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام را با لباس هایی که همه لباسش از نور می باشد محشور می فرماید. آمنت روعتهم، از هیچ امری شیعیان اندوهی ندارد، همه خوشحال، همه مبشر، همه گیشان به اونها بشارت های عظیمی خداوند متعال و ملائکه می دهند، همه گیشان خاطر جمع خاطر جمع، خوشحال خوشحال. قد سهلت لهم الموارد، بله برای اونها تمام منازل همگی نهایت آسان گردانیده شده. و ذهبت عنهم الشدائد، تمام سختی های روز قیامت از اونها برداشته شده. یرکبون نوقا من الیاقوت، خوشی اول و گناهکار باشد، خداوند متعال برای او ناقه می آورد از یاقوت، ناقه سوار می شد، ناقه از یاقوت. فلا یزالون یدورون خلال الجنه، و شیعیان با این چنین ناقه های بهشتی پرواز کنن وارد بهشت می شون، و در اون بهشت جولان می دهند با اون ناقه ها، می گردند و بهشت را بازدید می کنند، قصرها، شهرها. علیهم من شراک نور یتلألأ، لباس های نورانی در حال درخشش. توضع لهم الموائد فلا یزالون یطعمون و الناس فی الحساب، برای اونها سفره های بهشتی پهن می شود و اونها از اون سفره ها نوش جان می کنند، صدقه سر امیر المؤمنین علیه السلام، و مردم در حال حساب دادن هستند. و هو قول الله تبارک و تعالی، و این تفسیر این آیه مبارکه هست، ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، کسانی که ما بر اونها احسان کرده ایم، قلوب آنها را منور به نور ولایت امیر المؤمنین علیه السلام کردیم، اونها بعید هستند، دور هستند از عذاب جهنم، اصلا صدای عذاب جهنم به گوش اونها نمی رسد، حساب و کتابی در کار نیست. و هم فی مشتهد انفسهم خالدون، در لذت هایی که غیر قابل وصفه، لذت هایی که دل هر انسانی می خواهد و حتی تصورش را هم نمی تواند بکنند، راحتی محض. بله، در اون لذت ها برای همیشه و همیشه شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام به برکت نام امیر المؤمنین علیه السلام و محبت امیر المؤمنین علیه السلام در اون نعمات هستند. دوستان عزیز مؤمن بیننده، امشب شب شهادت امیر المؤمنین علیه السلام
حضرت امام رضا علیه الصلاه و السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکنند. بحار الانوار مجلد 42 صفحه 190. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطبه ایراد کردن، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، خطبه در فضیلت ماه رمضان ایراد کردن. امیر المؤمنین علیه السلام پرسیدن یا رسول الله چه عمل بهترین عمل در این ماه؟ فرمودن یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله عز و جل. ثم بکر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن برادرم امیر المؤمنین سلام الله علیه، بهترین عمل در این ماه ورع و پاسبانی کردن و پاس داشتن این بله نفس انسان هست از گناه در این ماه. ثم بکا، بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک مطلبی به یادش آمده، نگاه به چهره دلربای امیر المؤمنین علیه السلام کرده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گریه کرده گریست. فقلت، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن یا رسول الله ما یبکیک، پدر و مادرم به فدای شما، ای پیغمبر خدا، چه چیزی شما را به گریه آورده؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا علی ابکی لما یستحل منك فی هذا الشهر. برادر من امیر المؤمنین، اولی مظلومین، چقدر مظلومیت شما، مظلومیت شما به یادم افتاد برادر من، به خاطر مظلومیت شما من گریه کردم. بله که شما بعد از من، چقدر بعد از من مظلوم واقع می شوید، و در این ماه که ماه خدا هست و ماه قرآن هست و ماه اهل بیت من علیهم السلام هست، در این ماه شما حرمت شما را پاس نمی دارن و حلال می شمارن از شما که اون چیزی را در این ماه بخاطر آن گریستم. کانی بک و انت تصلی لربک و قد انبعث اشق الاولین والآخرین شقیق و عاقر ناقت ثمود. من بخاطر این گریستم برادر من که من دیدم که شما در این ماه نماز به جا می آورید برای خدایت، و در آن هنگام برانگیخته می شود آن شقی اولین و آخرین، برادر عاقر ناقه ثمود که بر فرق همایونی شما یک ضربه می زند. فخضب منها لحیتو، که با سبب اون ضربت ریش مبارک شما برادر من خون آلود می شود و خضاب می شود. قال امیر المؤمنین علیه السلام یا رسول الله وذلك فی سلامت من دینک. قال فی سلامت من دینک، امیر المؤمنین علیه السلام گفتن در سلامت از دین من. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بله. ثم قال، بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا علی برادر من امیر المؤمنین، شما جان من هستید، شما روح من هستید، شما زندگی من هستید، من قتلک فقد قتلنی. برادر جان، هر کسی که اون زمانی که شما را میخواد بکشد، من خاتم الانبیا را کشته، و من ابغضک فقد ابغضنی، و هر کسی که با شما کینه ببرزد با من کینه ورزیده، و من سبک فقد سبنی. برادر من، شما بعد از من چقدر مظلوم واقع می شوید، فضائل شما را تاب تحملش را ندارد، تاب شنیدنش را ندارد، دشمنان شما را از منابر تعریف می کنند، کسانی که به شما بد گفتند، کسانی که اهل بیت شما را به شهادت رسانیدند، اونها را تعریف می کنند. برادر من، شما چقدر مظلوم هستید، هر کسی که به شما بد بگوید مرا بد گفته. لأنک منی، برادر جان تو از منی، لک نفسی، برادر جان تو جان منی، تو روح منی، تو جان منی، تو روح منی، روحک من روحی، تو زندگی منی، تو نفسه،
احمد مختاري تنفس احمد مختاري تقلب مني تسد ذكي گوشت تو گوشت من خون تو خون تو برادر منی تو نور دو عین منی تو قلب منی تو تاج سر منی تو از من به منزله سر من از بدن منی روحك من روحي روحي تو روح من طينتك من طينتي از آن طینتی که خدا من را آفریده از همان طینت شما را آفریده جسم تو روح تو خون تو گوشت تو استخوان تو روح و گوشت و خون و پوست و استخوان من محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تبارك وتعالى خلقني واياك خداوند متعال من ترى يك جا فريد من تو از اول يك جا بودي واصطفاني واياك خداوند متعال ولد را از اول برگزیده مرا برادر تو برگزیده تو را برادر من برگزیده تو را تو را پدر اولاد من برگزیده تو را شوهر زهرای اطهر من برگزیده تو را جانشین من برگزیده واختار لی للنبوه واختارک للامامه خداوند متعال من را به نبوت برگزید اون روز اول و شما را به امامت به رای امامت فان من انکر امامتک فقد انکر نبوتی هر کسی که منکر امامت شما می شود منکر امامت من یا علی سلام الله علی انت وصی و ابو و ولدی یا امیر المؤمنین شما وصی من هستید شما پدر اولادهای من هستید و زوج و ابنتی و شما شوهر زهرای من هستید و خلیفتی علی امتی شما جانشین من تا روز قیامت بر امت من هستید فی حیاتی و بعد موتی شما تا روز قیامت هم در زندگی من خلیفه من صاحب اختیار من هم بعد از وفات من قرآن من کتاب تو دین من دین تو بهشت و جنت من بهشت و جنت تو صاحب اختیار من هستید امرک امری و نهیک نهی امر شما امر من هست نهی شما نهی من هست اقسم بالذی بعثنی بالنبوه و جعلنی خیر البریه قسم میخورم به اون خدایی که به مرا به پیغمبری برگزیده و مرا بهترین خلایق قرار داده انک لحجت الله علی خلقه بلا شک و بلا ریب که شما حجت خدا نماینده خدا شما لسان خدا شما زبان خدا شما عین الله شما وجه الله شما ید الله خدا هستید بر خلائق او و امینه علی سره شما امین خدا بر سر خدا هستید و خلیفته علی عباده و شما خلیفه خدا هستید بر بندگان خدا بله در این حدیث بینندگان عزیز از در کتاب خصال شیخ صدوق روایت کرده که امیر المؤمنین علیه السلام با یک یهودی علماء یهود صحبت میکرد درباره خصلت های اوصیا بعد اون یهودی مسلمان شد بله در اون خصلت آخر بله گفت که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که من اون خصلت های اوصیا را به تو گفتم اما اون خصلت آخر مانده
وأوشك بها فكأني قد. فبكى أصحاب علي عليه السلام وبكى رأس اليهود. أمير المؤمنين عليه السلام فرمود که اون خصلت آخر دیگر نزدیک رسیده و گویا که الان ایامش هست. شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام گویا می دانستن این کلام را قبلا شنیده بودن، لذا اونها به گریه افتادن. اون یهودی هم گریه کرد و گفتن که یا امیر المؤمنین اخبرنا، بگویید که اون خصلت آخری چیست. فرمود امیر المؤمنین علیه السلام الاخرى ان تخذب هذه و اومأ بیده الى لحیته من هذا و اومأ بیده الى حامته. امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فرمودن اون خصلت آخر اینه، بله نشانی آخر وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینه، و با دست اشاره کردن به ریش مبارک، به محاسن مبارک، و گفتن که این محاسن باید بعد با اشاره کردن به فرق همایونی خودشان که باید این محاسن با خون این سر خضاب بشود. وارتفعت اصوات الناس في المسجد الجامع بالضجه والبكاء. مردم همگی به گریه افتادند وقتی این کلام را از امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام شنیدند. مردم کوفه همگی آمدند بیرون و اون یهودی هم مسلمان شد و در کوفه ماند تا اینکه امیر المؤمنین علیه السلام شهید شد و ابن ملجم دستگیر شد. آن عالم یهودی که الان مسلمان شده بود آمد پیش امام حسن مجتبی علیه السلام و ابن ملجم ملعونم اونجا بود. اون عالم یهودی گفت به امام حسن مجتبی علیه السلام عرض کرد که بله مولای من ایشان را ابن ملجم ملعون را بکشید، بله من در کتب که بر موسی علیه السلام نازل شده خواندم ان هذا اعظم عند الله عز وجل جرمن من ابن آدم قاتل اخی و من الغدار آقر ناقد ثمود. من در کتاب حضرت موسی علیه السلام خوانده که قاتل امیر المؤمنین علیه السلام از قابیل شقیتر بلا شک و بلا ریب و از آقر ناقد ثمود هم شقیتر هست. حدیث دیگر را ببینید بینندگان عزیز. روایت میکنند از بله که امیر المؤمنین علیه السلام در کوفه بودند، در حال سجده بودند، در حال سجده بودند که گریه ایشان بلند شد در حال سجده. فقلنا یا امیر المؤمنین لقد امرضنا بکاؤک و امضنا و شجعنا. یا امیر المؤمنین این گریه شما ما را خیلی خیلی ما دل ما را جگر ما را پاره کرد. شما اینطور گریه کردید در سجده تان با این صدای بلند، سبب این گریه چی بود؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند که من در سجده بودم و خدا پیش خدا دعا می کردم. پس بله فغلبنی عینی، بله خواب بر چشم من غلبه پیدا کرد و در عالم رؤیا خواب دیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایستاده بودند و می فرمودند یا ابا الحسن طالت غیبتک فقد اشتقت الى رؤياك. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند یا ابا الحسن طالت غیبتک، یا امیر المؤمنین ایام فراق از شما خیلی طولانی شده، دلم برای شما خیلی تنگ شده، خیلی مشتاق دیدار شما هستم برادر جان. وقد انجز لي ربي ما وعدني فيك، وخداوند متعال وعده دیدار شما را به من داده و خداوند متعال آن وعده ای که درباره شما به من داده بود به من عمل کرده. فعرض کردم که چی بوده آن وعده. فرمود که قد انجز لي فيك وفي زوجتك وابنيك وذريتك في الدرجات العلا في عليين. خداوند متعال به من وعده داده که شما و زوجه شما و دو فرزند شما و ذریه شما در درجات علا، در علیین، در مقام های بهشت برین، در اونجا جای شما باشد. فقلت به ابی انت و امی یا رسول الله فشیعتنا. عرض کردم یا رسول الله شیعیان ما چطور؟ فرمودن شیعتنا معنا و قصورهم بحضای قصورنا و منازلهم مقابل منازلنا.
امیر المؤمنین علیه السلام و سلام شیعیان خود را هیچ وقت فراموش نکرده اند و نمی کنند. شاه مردان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام اگر سلطان وفا هستند، وفا را از پدرشان امیر المؤمنین علیه السلام به ارث گرفتند. پرسیدند که شیعیان ما چطور؟ یا رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که شیعیان ما با ما خواهند بود و قصور اونها مقابل قصور ما و منازل اونها روبروی منازل ما خواهند بود. بله، عرض کردم یا رسول الله فمال شیعتنا فی الدنیا، عرض کردم یا رسول الله برای شیعیان ما در دنیا چی منقبتی هست؟ فرمود الامن والعافیه. فرمودن امن و عافیت. قلت فما لهم عند الموت، بله در نزد موت چیست؟ فرمود يحكم الرجل في نفسه ويؤمر ملك الموت بطاعته. بله، فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که در هنگام مردن شیعیان شما این منزلت را دارد که هر کسی را خداوند متعال او را حاکم سرنوشت خودش قرار می دهد، که اگر دوست دارد به این دنیا برگردد به این دنیا برگردد، و اگر دوست دارد که به اون بله لذات بهشتی و ابدی و سرمدی با اونها ملحق بشود با اونها ملحق بشود. و یؤمر ملک الموت بطاعته، و ملک الموت را خداوند متعال امر میکند که طاعت بکند از اون شیعه، که هرچه اون شیعه گفت اون را قبول بکند. فقلت فما لذلك حد يعرف، پرسیدم یا رسول الله علامت اون چیست؟ چطور بله شناخته میشود این عرف؟ فرمودن بلا ان اشد شیعتنا لنا حبا یکون خروج نفسی کشراب احدكم في يوم الصيف الماء البارد الذي ينتفع به القلوب. فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون شیعیان ما که ما را بسیار دوست دارن، مرگ اونها اینقدر راحته، مرگ اونها اینقدر راحته که برای اونها اینقدر مرگ خوشاینده که شما در یک روز تابستانی گرم، روز گرم تابستان، آب خنک و گوارا و زلال را بنوشید، چقدر این گوارا هست، چقدر شیرینه، چقدر دلنشینه. برای شیعیان ما که ما را زیاد دوست دارند، اونها مرگ برای اونها اینقدر شیرین واقع میشه، اصلا اذیت نمیشوند. و ان سائرهم لیموت کما یغبط احدکم علی فراشی که اقر ما کانت عینه به موته. بله، اما بقیه شیعیان ما که خیلی شدید ما را دوست ندارن، مرگ اونها این چنینه، مانند که شما بخوابید، مانند این که برید بر بستر خود بخوابید و چشم شما پوشیده بشود، اینقدر راحت واقع می شود. دوستان عزیز بیننده، در این شب شهادت امیر المؤمنین علیه السلام، حالا قبل از اینکه قرآن ها را به سر بگیریم، شما هم قرآن هایتان را آماده کنید، من قبل از اون دوستان عزیز یک زیارت امیر المؤمنین علیه السلام را بخوانم. زیارت مطلقه امیر المؤمنین علیه السلام، زیارت ششم، که زیارت طولانی هم هست، اما خب بله، زیارت امیر المؤمنین علیه السلام، ما میخوایم کجا بریم در این شب از پیش امیر المؤمنین علیه السلام؟ بله انشاءالله مورد قبول حضرت امیر المؤمنین علیه السلام واقع بشود در این شب قدر، شب شهادت امیر المؤمنین علیه السلام. نیت بکنید زیارت میکنم حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام، و بالاخص امیر المؤمنین علیه السلام را نیابتا از اهل بیت اطهار علیهم السلام، و بالاخص مولای ما حضرت امام عصر علیه السلام، و پدر و مادر و اموات و گذشتگانی که از دنیا رفته اند، همکار شبکه ما بله مرحومه زهرا الله یاری، از طرف ایشان، از طرف تمام کسانی که بله از دنیا رفتن، مؤمنینی که با این شبکه همکاری کردن و فعلا در دنیا هستن، شکر خداوند متعال، از طرف تمام مؤمنین بله، و از طرف خود ما اینجا را به جا میاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام على من اصطفاه الله واختصه واختاره من بريته، السلام عليك يا خليل الله، ما دجى الليل وغساق وأضاء النهار وأشرق، السلام عليك ما صمت صامت ونطق ناطق
وضر شارق ورحمة الله وبركاته. السلام على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صاحب السوابق والمناقب والنجدة ومبيد الكتائب الشديد البأس العظيم المراس المكين الأساس ساقي المؤمنين بالكاس من حوض الرسول المكين الأمين صلى الله عليهما وآلهما. السلام على صاحب النهى والفضل والطوائل والمكرمات والنوائل. السلام على فارس المؤمنين وليث الموحدين وقاتل المشركين ووصي رسول رب العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام على من أيده الله بجبرائيل وأعانه بميكائيل وأزلفه الدارين وحباه بكل ما تقر به العين، وصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وعلى أولاده المنتجبين. وعلى أولاده المنتجبين وعلى الأئمة الراشدين الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وفرضوا علينا الصلوات وأمروا بإيتاء الزكاة وعرفونا صيام شهر رمضان وقراءة القرآن. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المحجلين. السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة. السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على أخي رسول الله وابن عمه وزوج ابنته والمخلوق من طينته، السلام على الأصل القديم والفرع الكريم، السلام على الثمر الجني، السلام على أبي الحسن علي، السلام على شجرة طوبى وسدرة المنتهى، السلام على آدم صفوة الله ونوح نبي الله وإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى روح الله ومحمد صلى الله عليه وآله حبيب الله ومن بينهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام على نور الأنوار وسليل الأطهار وعناصر الأخيار، السلام على والد الأئمة الأبرار، السلام على حبل الله المتين وجنبه المكين ورحمة الله وبركاته. السلام على أمين الله في أرضه وخليفته والحاكم بأمره والقيم بدينه والناطق بحكمته والعامل بكتابه أخي الرسول وزوج البتول وسيف الله المسلول
السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات. فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي عليه السلام حكيم. السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي ورحمة الله وبركاته. السلام على حجج الله وأوصيائه وخاصة الله وأصفيائه وخالصته وأمنائه ورحمة الله وبركاته. قصدتك من بعيد يا مولاي يا أمين الله وحجته زائرا زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك متقربا إلى الله بزيارتك. فاشفع لي عند الله ربي وربك في خلاص رقبتي من النار وقضاء حوائجي في الدنيا والآخرة. إن جا فرموده پس خود را به قبر بچسبان. پس خود را به قبر به ذریح مبارک بچسبان. دست مازدا کوتاه یا شاه نجف دوباره نجف بخواه و قبر را ببوس و ببوس با دیده دل قبر را مبارک ذریح مبارک را ببینید و ببوسید و بچسبید. تو با هم میگوید سلام الله وسلام ملائكته المقربين والمسلمين لك بقلوبهم يا أمير المؤمنين والناطقين بفضلك والشاهدين على أنك صادق أمين صديق عليك ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. أشهد لك يا ولي الله وولي رسوله بالبلاغ والأداء، وأشهد أنك جنب الله وبابه، وأنك حبيب الله ووجهه الذي يؤتى منه، وأنك سبيل الله، وأنك عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وآله. زرتك من بعيد متقربا إلى الله عز وجل بزيارتك راغبا إليك في الشفاعة راغبا إليك في الشفاعة. راغبان إليك في الشفاعة. يا سرور الدين يا شافع يوم الحساب، دست ما و دامن تو تا
تو و كرمت مولاه إن سقانا أو كنانا ترى روز قيامات از خود نراني زرتك من بعيد متقربا إلى الله عز وجل بزيارتك راغبا إليك في الشفاعة راغبا إليك في الشفاعة أبتغي بشفاعتك خلاص رقبتي من النار أبتغي بشفاعتك خلاص رقبتي من النار متعوذا بك من النار هاربا بالذنوب التي احتطبتها على ظهري فزعا إليك رجاء رحمة ربي أتيتك أستشفع بك يا مولاي وأتقرب بك إلى الله ليقضي بك حوائجي فاشفع لي يا أمير المؤمنين إلى الله فاشفع لي يا أمير المؤمنين إلى الله فاشفع لي يا أمير المؤمنين إلى الله فإني عبد الله ومولاك وزائرك ولك عند الله المقام المحمود والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على أمير المؤمنين عبدك المرتضى وأمينك الأوفى وعروتك الوثقى ويدك العليا وجنبك الأعلى وكلمتك الحسنى وحجتك على الورى وصديقك الأكبر وسيد الأوصياء وركن الأولياء وعماد الأصفياء أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقدوة الصالحين وإمام المخلصين المعصوم من الخلل المهذب من الزلال المطهر من العيب المنزه من الريب أخي نبيك ووصي رسولك البائت على فراشه والمواسي له بنفسه وكاشف الكرب عن وجهه الذي جعلته سيفا لنبوته وآية لرسالته وشاهدا على أمته ودلالة على حجته وحاملا لرايته ووقاية لمهجته وهاديا لأمته ويدا لبأسه وتاجا لرأسه وبابا لسره ومفتاحا لظفره حتى هزم جيوش الشرك بإذنك وأباد عساكر الكفر
بأمرك وبذل نفسه في مرضات رسولك وجعلها وقفا على طاعته، فصل عليه صلاة دائمة باقية. إن صلوات بر أمير المؤمنين عليه السلام رأيك مولدي يا بخاري بن سلطان. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على أمير المؤمنين عبدك المرتضى وأمينك الأوفى وعروتك الوثقى ويدك العليا وجنبك الأعلى وكلمتك الحسنى وحجتك على الورى وصديقك الأكبر وسيد الأوصياء وركن الأولياء وعماد الأصفياء أمير المؤمنين ويعصوم الدين. وقدوة الصالحين وإمام المخلصين المعصوم من الخلل المهذب من الزلال المطهر من العيب المنزه من الريب، أخي نبيك ووصي رسولك البائت على فراشه والمواسي له بنفسه وكاشف الكرب عن وجهه الذي جعلته سيفان لنبوته وآية لرسالته وشاهدا على أمته ودلالة على حجته وحاملا لرايته ووقاية لمهجته ووقاية لمهجته وهاديا لأمته ويدا لباسه وتاجا لرأسه وبابا لسره ومفتاحا لظفره حتى هزم جيوش الشرك بإذنك وأباد عساكر الكفر بأمرك وبذل نفسه في مرضات رسولك وجعلها وقفا على طاعته، فصل اللهم عليه صلاة دائمة باقية. دوستان عزیز صلوات را بار سوم بخواد با. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی امیر المؤمنین وصل على أمير المؤمنين عبدك المرتضى وأمينك الأوفى وعروتك الوثقى ويدك العليا وجنبك الأعلى وكلمتك الحسنى وحجتك على الورى وصديقك الأكبر وسيد الأوصياء وركن الأولياء
والركن الأولياء وعماد الأصفياء أمير المؤمنين ويعصوم الدين وقدوة الصالحين وإمام المخلصين المعصوم من الخلل المهذب من الزلل المطهر من العيب المنزه من الريب أخي نبيك ووصي رسولك البائت على فراشه والمواسي له بنفسه وكاشف الكراب عن وجهه الذي جعلته سيفا لنبوته وآية لرسالته وشاهدا على أمته ودلالة على حجته وحاملا لرايته ووقاية لبهجته وهاديا لأمته ويدا لباسه وتاجا ويدا لبأسه وتاجا لرأسه وبابا لسره ومفتاحا لظفره حتى هزم جيوش الشرك بإذنك وأباد عساكر الكفر بأمرك وبذل نفسه في مرضات رسولك وجعلها وقفا على طاعته فصل اللهم عليه صلاة دائمة باقية. السلام عليك يا ولي الله والشهاب الثاقب والنور العاقب يا سليل الأطائب يا سر الله إن بيني وبين الله تعالى ذنوبا قد أثقلت ظهري ولا يأتي عليها إلا رضاه فبحق من ائتمنك على سره واسترعاك أمر خلقه كن لي إلى الله شفيعا ومن النار مجيرا وعلى الدهر ظهيرا فإني عبد الله ووليك وزائرك صلى الله عليك. إذا يجمع تبدي رب خليفة طلب الشفاعة زمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ولي الله والشهاب الثاقب والنور العاقب يا سليل الأطائب يا سر الله إن بيني وبين الله تعالى ذنوبا قد أثقلت ظهري ولا يأتي عليها إلا رضاه فبحق من ائتمنك على سره واسترعاك أمر خلقه كن لي إلى الله شفيعا ومن النار مجيرا وعلى الدهر ظهيرا فإني عبد الله ووليك وزائرك صلى الله عليك. يا مرتبة يا رب خالد دوستان عزيز. السلام عليك يا ولي الله والشهاب الثاقب والنور العاقب يا سليل الأطائب يا سر الله إن بيني وبين الله تعالى ذنوبا قد أثقلت ظهري ولا يأتي عليها إلا رضاه فبحق من ائتمنك على سره واسترعاك أمر خلقه كن لي إلى الله شفيعا ومن النار مجيرا وعلى الدهر ظهيرا فإني عبد الله ووليك وزائرك صلى الله عليك. دوستان عزيز الآن 6 ركعت نماز باید بخوانید، 2 ركعت 2 ركعت 2 ركعت
و بعد از آن حاجتت را بخوانید. منم نماز میخوانم، شما هم نماز بخوانید، بعد از نماز من برمیگردم، من 6 رکعت نماز میخوانم، بعد برمیگردم، بقیه زیارت را ان شاء الله و زیارت سید الشهدا علیه السلام را، بعدش هم قرآن ها را به سر میگیریم. بله عذر میخوام اگر طولانی شد، اما خب شب قدر شما میخواید کجا برید دوستان عزیز؟ من برمیگردم بعد از یک نماز ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه زیارت دوستان عزیز. از خداوند حوایجتان را بطلبید. بله بعد از نماز حاجت هایتان را از خدا بطلبید، بعد من ادامه زیارتان را. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد، اللهم عجل لوليك الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمير المؤمنين، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. پس اشاره کن و متوجه شو به جانب قبر امام حسین علیه السلام و بگو السلام علیك یا ابا عبد الله، السلام علیك یا ابن رسول الله، زرتكما من بعید و اتيتكما و قصدتكما من بعید زائرا و متوسلا الى الله تعالى ربي و ربكما و متوجها الى الله بكما ومستشفعا بكما الى الله في حاجتي هذه. حاجتت را الان از امام حسین علیه السلام و از امیر المؤمنین علیه السلام حاجتت را طلب کنید. هر حاجتی که داری از امیر المؤمنین علیه السلام و از امام حسین علیه السلام. اول فرج امام زمان علیه السلام و گشایش کار ایشان. دشمن نابودی دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام، نابودی بدخواهان صاحب الزمان علیه السلام، چه در لباس شیعه باشن چه در لباس عمریه باشن، هر کسی که بله با امیر المؤمنین علیه السلام سر جنگ را گرفته، خدا او را لعنت کند، خدا او را نابود بکند. خامنه ای که طغیان کرده و بر علیه هر کسی که خدمت امیر المؤمنین علیه السلام و عزاداری سید الشهدا علیه السلام را بکند، او بر علیه او می جنگد و دنیا را پر از کفر خود نموده. خداوند متعال او را به حق امیر المؤمنین علیه السلام روزیاب فرماید و علما و مراجع که دست به دست او دادند، خداوند متعال اونها مراجع را بیدار بکند و الا خداوند متعال اونها را به حق امین لیلت القدر با خامنه ای محشور بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل و عجل فرجهم الشریف. هر حاجتی که دارید از خدا بطلبید، مریض دارید، مسافر دارید، هر مشکلی که دارید از خدا طلب کنید، از امام حسین علیه السلام طلب کنید، از امیر المؤمنین علیه السلام بخواید. اللهم صل علی محمد. بعد از این حالا یک قسمتی از دعای صفوان خوانده میشه اینجا، دعای صفوان که بعد از زیارت عاشورا هست. اون اول تمام زیارت دعای صفوان رو میخوانیم، بعد قسمتی از آن. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله یا الله یا الله، یا مجیب دعوت المضطرین، یا کاشف کرب المکروبین، یا غیاث المستغیثین، یا صریخ المستصرخین، و یا من هو اقرب الی من حبل الورید، و یا من یحول بین المرء وقلبه، ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين، ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى، ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن لا يخفى عليه خافية، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، ويا من لا تغلطه الحاجات، ويا من لا يبرهمه إلحاه الملحين، يا مدرك كل فوت، ويا جامع كل شمل، ويا بارئ النفوس بعد الموت،
يا من هو كل يوم في شان، يا قاضي الحاجات، يا منفس الكربات، يا معطي السعلات، يا ولي الرغبات، يا كافي المهمات، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض. أسألك بحق محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبحق فاطمة بنت نبيك، وبحق الحسن والحسين، فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا، وبهم أتوسل وبهم أتشفع إليك، وبحقهم أسألك وأقسم وأعزم عليك، وبالشأن الذي لهم عندك، وبالقدر الذي لهم عندك، وبالذي فضلتهم على العالمين، وباسمك الذي جعلته عندهم، وبه خصصتهم دون العالمين، وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين، حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي، وتكفيني المهمة من أموري، وتقضي عني ديني، وتجيرني من الفقر، وتجيرني من الفاقة، وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين، وتكفيني هم من أخاف همه، وعسر من أخاف حسره، وحزونة من أخاف حزونته، وشر من أخاف شره، ومكر من أخاف مكره، وبغي من أخاف بغيه، وجور من أخاف جوره، وسلطان من أخاف سلطانه، وكيد من أخاف كيده، ومقدرة من أخاف مقدرته علي، وترد عني كيد الكيد ومكر المكره. اللهم من أرادني فأرد، ومن كادني فكد، واصرف عني كيده ومكره وبأسه وأمانيه، وامنعه عني كيف شئت وأنا شئت. اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره، وببلاء لا تستره، وبفاقة لا تسدها، وبسقم لا تعافيه، وذل لا تعزه، وبمسكنة لا تجبرها. اللهم اضرب بالذل نصب عينيه، وأدخل عليه الفقر في منزله، والعلة والسقم في بدنه، حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له، وانسه ذكري كما أنسيته ذكرك، وخذ عني بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جوارحه، وأدخل عليه في جميع ذلك السقم، ولا تشفه حتى تجعل ذلك ولا تشفي حتى تجعل ذلك شغلا شاغلا به عني وعن ذكري. واكفني يا كافي ما لا يكفي سواك، فإنك الكافي لا كافي سواك، ومفرج لا مفرج سواك، ومغيث لا مغيث سواك، وجار لا جار سواك، خاب من كان جاره سواك، ومغيثه سواك، ومفزعه إلى سواك، ومهربه إلى سواك، وملجأه إلى غيرك سواك، ومن جاه من مخلوق غير من مخلوق غيرك، فأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي وملجئي ومنجاي، فبك أستفتح وبك أستنجح، وبمحمد وآل محمد عليهم السلام أتوجه إليك وأتوسل وأتشفع. فأسألك يا الله يا الله يا الله، فلك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان. فأسألك يا الله يا الله يا الله، بحق محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي في مقامي هذا،
كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه، فاكشف عني كما كشفت عنه، وفرج عني كما فرجت عنه، واكفني كما كفيته، واصرف عني هول ما أخاف هوله، ومؤونة ما أخاف مؤونته، وهم ما أخاف همه، بلا مؤونة على نفسي من ذلك، واصرفني بقضاء حوائجي وكفايتي ما أهمني همه من أمر آخرتي ودنياي. يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكما، ولا فرق الله بيني وبينكما. اللهم أحيني حياة محمد وذريته، وأمتني مماتهم، وتوفني على ملتهم، واحشرني في زمرتهم، ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله، قصدتكما من بعيد زائرا ومتوسلا إلى الله ربي وربكما، ومتوجها إليه بكما، ومستشفعا بكما إلى الله في حاجتي هذه، فاشفعا لي فإن لكما عند الله المقام المحمود والجاه الوجيه، والجاه الوجيه والمنزل الرفيع والوسيلة. إني أنقلب عنكما منتظرا لتنجز الحاجة وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما لي إلى الله في ذلك، فلا أخيب ولا يكون منقلبي منقلبا خائبا خاسرا، بل يكون منقلبي منقلبا راجحا مفلحا منجحا، مستجابا بقضاء جميع حوائجي. وتشفعا لي إلى الله انقلبت على ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مفوضا أمري إلى الله، ملجئا ظهري إلى الله، متوكلا على الله، وأقول حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. ما شاء ربي كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، استودعكم الله، ولا جعله الله آخر العهد مني إليكما. إن صرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولاي، وأنت يا أبا عبد الله يا سيدي، وسلامي عليكما متصل ما اتصل الليل والنهار، واصل ذلك إليكما غير محجوب عنكما سلامي إن شاء الله، وأسأله بحقكما أن يشأ ذلك ويفعل، فإنه حميد مجيد. انقلبت يا سيدي عنكما تائبا حامدا لله، شاكرا راجيا للإجابة، غير آيس ولا قانت، عائدا راجعا إلى زيارتكما، غير راغب عنكما ولا من زيارتكما، بل راجع عائد إن شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يا سادتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا، فلا خيبني الله ما رجوت وما أملت في زيارتكما، إنه قريب مجيب. دوستان عزيزي بين الدولة، بل حوائجتان را از پروردگار عالم بخواهید یک بار دیگر، از امیر المؤمنین علیه السلام، از امام حسین علیه السلام. حالا دعای صفوان را یک مرتبه دیگر تا نصفش باید بخوانیم، همین دعای شریف. بله.
يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، ويا من يحول بين المرء وقلبه، ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين، ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى، ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن لا يخفى، ويا من لا يخفى عليه خافية، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، ويا من لا تغلطه الحاجات، ولا يا من لا يبرهمه إلحاه الملحين، يا مدرك كل فوت، ويا جامع كل شمل، ويا بارئ النفوس بعد الموت، يا من هو كل يوم في شان، يا قاضي الحاجات، يا منفس الكربات، يا معطي السؤلات، يا ولي الرغبات، يا كافي المهمات، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض. أسألك بحق محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، وعلي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وبحق فاطمة بنت نبيك، وبحق الحسن والحسين عليهم السلام، فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا، وبهم أتوسل، وبهم أتشفع إليك، وبحقهم أسألك وأقسم وأعزم عليك، وبالشأن الذي لهم عندك، وبالقدر الذي لهم عندك، وبالذي فضلتهم على العالمين، وباسمك الذي جعلته عندهم، وبه خصصتهم دون العالمين، وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين، حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي، وتكفيني المهمة من أمري، وتقضي عني ديني، وتجيرني من الفاقر، وتجيرني من الفاقة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم الشريف من الفاقة، وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين، وتكفيني هم من أخاف همه، وعسر من أخاف عسره، وحزونة من أخاف حزونته، وشر من أخاف شره، ومكر من أخاف مكره، وبغي من أخاف بغيه، وجور من أخاف جوره، وسلطان من أخاف سلطانه، وكيد من أخاف كيده، ومقدرة من أخاف مقدرته علي، وترد عني كيد الكيد ومكر المكر. اللهم من أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واصرف عني كيده ومكره وبأسه وأمانيه، وامنعه عني كيف شئت وأنا شئت. اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره، وببناء بلاء لا تستره، وبفاقة لا تسدها، وبسقم لا تعافي، وظل لا تعزه، وبمسكنة لا تجبرها. اللهم اضرب بالذل نصب عينيه، وأدخل عليه الفقر في منزله، والعلة والسقم في بدنه، حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له، وأنسه ذكري كما أنسيته ذكرك، وخذ عني بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جوارحه، وادخل عليه في جميع ذلك السقم، ولا تشفيه حتى تجعل ذلك شغلا شاغلا به عني وعن ذكري. واكفني يا كافي ما لا يكفي سواك، فإنك الكافي لا كافي سواك، ومفرج لا مفرج سواك، ومغيث لا مغيث سواك، وجار لا جار سواك، خاب من كان جاره سواك، ومغيثه سواك، ومفزعه إلى سواك، ومهربه إلى سواك، وملجأه إلى غيرك، ومنجاه من مخلوق غيرك، فأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي وملجئي ومنجاي، فبك أستفتح وبك أستنجح، وبمحمد وآل محمد عليهم السلام أتوجه إليك، وأتوسل وأتشفع، فأسألك يا الله
يا الله يا الله، فلك الحمد ولك الشكر، وإليك المشتكى وأنت المستعان. فأسألك يا الله يا الله يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي في مقامي هذا، كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه، وكفيته هول عدوه. فاكشف عني كما كشفت عنه، وفرج عني كما فرجت عنه، واكفني كما كفيته، واصرف عني هول ما أخاف هوله، ومؤونة ما أخاف مؤونته، وهم ما أخاف همه، بلا مؤونة على نفسي من ذلك، واصرفني بقضاء حوائجي، وكفاية ما أهمني همه من أمر دنياي وآخرتي يا أرحم الراحمين. ملتفت شو بجانب قبر أمير المؤمنين عليه السلام أبوك. السلام عليك يا أمير المؤمنين، والسلام على أبي عبد الله الحسين. ما بقيت وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكما، ولا فرق الله بيني وبينكما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. إن زيارتك ششوم أمير المؤمنين عليه السلام إن جاء الحمد لله تمام شد، در این شب قدر و شب شهادت امیر المؤمنین علیه السلام خدا را شکر شاکریم که به ما توفیق داد این زیارت را بخوانیم. حالا دوستان عزیز قرآن ها را بگیرید و قرآن ها را بر سر بگیریم تا انشاءالله العزیز بله قرآن ها را مقابلتان باز بکنید. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه، وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى، أن تجعلني من أتقائك من النار. بس هر حاجت که دارید بخوانید، حاجتت را بخوان. سبحان الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. قرآن هارا برسر تنبيه انجوري انتو قرآن برسر بير تا دعاء ختم قرآن هارا تا دعاء قرآن برسر قرآن هارا. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به، وبحق كل مؤمن مدحته فيه، وبحقهم وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. بس ده مرتبة بك يا الله، 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 بك يا الله. ده مرتبة بنام نامية رسول خدا صلى الله عليه وسلم. بمحمد 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 صلى الله عليه وآله وسلم. ده مرتبة بنام نامية شاه مردان شير يزدان قوة پروردگار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. تاج سر رسول خدا صلى الله عليه وآله، تاج سر حضرت زهراء سلام الله عليها، تاج سر امام حسن مجتبى عليه السلام، تاج سر امام حسين عليه السلام، تاج سر حضرت امام زين العابدين عليه السلام، تاج سر حضرت امام باقر عليه السلام، تاج سر امام صادق عليه السلام، تاج سر حضرت امام كاظم عليه السلام، امید الدل پشت و پناه و تاج سر حضرت امام رضا عليه السلام، تاج سر حضرت امام جواد عليه السلام، تاج سر حضرت امام هادی عليه السلام،
تاج سر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، پشت و پناه، قوت بازو و تاج سر حضرت امام مهدی آخر الزمان صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام الله علی اباه الطاهری به نام نامی امیر المؤمنین علیه السلام 10 مرتبه. خداوند متعال به حق امیر المؤمنین علیه السلام این دعاها را قبول کند. 10 مرتبه. به نام نامی شاه مردان، به نام نامی برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله، محبوب خدا، محبوب رسول خدا صلی الله علیه و آله، محبوب ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام، شوهر عزیز حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها، به نام نامی شاد، بعلیین 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 بعليين 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 بعلي بنام نامية بيبي دو عالم صديقية طاهرة شهيدة مظلومة بفاطمة 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 كريم أهل بيت عليهم السلام بالحسن 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 عليه السلام إمام تشنا دهن إمام بي كفن شهيد مظلوم حضرت سید و شهدا علیه السلام، برادر حضرت زینب، دامت بالحسین 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 بعلي بن الحسين بعلي ابن 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 الحسين سلام الله عليهما بمحمد ابن علي 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 سلام الله عليهما بجعفر ابن محمد 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 سلام الله عليهما بموسى بن جعفر 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 عليهما السلام شاه خراسان شاه تمام الجهان بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي ابن 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 موسى صلوات الله عليهما حضرت امام جواد تقي عليه السلام بمحمد ابن علي 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 صلوات الله عليهما
حضرت امام هادی النقی علیه السلام، به علی ابن محمد، 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 صلوات الله علیهما. امام عسکری علیه السلام، بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علي، 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 صلوات الله عليهما. بالحجة، 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 صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در همین حال قرآن ها روی سر دارید قبل از اینکه حوایجتان را طلب کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآله محمد وبحق هؤلاء الطيبين الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج، 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 وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا مبينا، واقسم ظهور أعدائه، وسود وجوه مخالفيه، وكثر شيعته وأنصاره. پروردگارا به حق محمد و آل محمد علیهم السلام تو را سوگند میدهیم. پروردگارا فرج ولیت حضرت صاحب الزمان علیه السلام را برسان، تو را به حق این شب، تو را به حق امام شهید در این شب، تو را به حق حسرت و آه و گریه و زاری حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در این شب، تو را به حق حضرت زینب کبرا فدا شهید، فرادگارا تو را واحد لحظت سیدا در این شب سوگند میدهیم. فرادگارا، فرادگارا، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. پروردگارا تو را به حق این شب، به حق این قرآن که بالای سر ماست،
به حق آن امام مظلوم که تو او را دوست داری، از برای او تو زمین و آسمان آفریدی، به عشق تو جن به عشق او تو جنت و نار آفریدی، به خاطر نور او تو آدم را مسجود ملائکه قرار دادی. خدایا به حق آن امام شهید، آن امامی که مردم حق او را نشناختن و تمام عمر شریف او هر دم ایشان شهید بودند، هر لحظه برای ایشان شهادت بود، و به حق آن همه مظلومیت ها که ایشان دیدند، و به حق مظلومیت ایشان در این شب، و به حق حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و گریه های ایشان بر بالین پدرشان امیر المؤمنین علیه السلام. فروردگارا تو را به حق حضرت امام حسین علیه السلام و گریه های ایشان بر بالین پدر شهید ایشان در این شب و تو را سوگند بیدهیم. به حق حضرت ابی الفضل العباس علیه السلام در این شب و گریه های ایشان بر بالین پدر نامدار ایشان در این شب. پروردگارا صل علی محمد و آل محمد و عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. فروردگارا قلب حبيبت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم را با فرج وليت شادمان بفرما. فروردگارا قلب نازنين امام الزمان عليه السلام را با فرج فرزندشان شادمان بفرما. فروردگارا حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها بخاطر مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام چقدر گریه کردن. فروردگارا فروردگارا بیت لحظان ایشان را تبدیل به مسرت کده بفرما با تعجیل فرج ولیت. قلب ایشان را شادمان بفرما با تأجیل فرج مهدی ایشان. پروردگارا پروردگارا قلب زهرای اطهر سلام الله علیها که پر از غم و اندوه و اسرت و آه است، همه اون حسرت و آه و غم و اندوه را تبدیل به مسرت ابدی بفرما با تأجیل فرج فرزند ایشان و نور عین ایشان حضرت مهدی صاحب الزمان علیه السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد و آل محمد. بینندگان عزیز، حالا حوائج دنیوی اخروی هر حاجتی که دارید، حالا از امیر المؤمنین علیه السلام بخواهید، از خداوند متعال بخواهید، از امام حسین علیه السلام بخواهید، از امام زمان علیه السلام بخواهید، از حضرت زهرا سلام الله علیها بخواهید، همه این بارگاه یک بارگاه هست، بخواهید همین الان هر حاجتی که دارید. دعا کنید که اولادهای شما، اولادهای ما مسلمان ببار بیاید، شیعی امیر المؤمنین علیه السلام ببار بیاید. دعا کنید که شیعیان را خداوند متعال از شر اشرار، از شر امثال داعش محفوظ بدارد. کسانی که شبکه را کمک کردن، خداوند متعال حوائجشان را براورده به خیر بفرماید، اونها را دعا کنید. همکار شبکه زهرا الله یاری که پارسال اینجا بود، آب می آورد برای من، دستمال می آورد، دیگر امسال نیست، ایشان رو دعا بکنید. اللهم صل علی محمد. اموات حقیر را دعا بفرمایید، جد من، جده من، عمه های من، از دنیا رفتن اموات من. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. پروردگارا به حق امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام
مؤمنین و مؤمناتی که دعا کردن حوائج همگیشان را برآورده به خیر بفرما. پروردگارا احواج دنیوی خواستن، حوائج اخروی خواستن، حوائجشان را برآورده به خیر بفرما و از آن حوائج بهترش را هم به آنها عطا بفرما. مؤمنینی که دست به دعا بلند کردن، پروردگارا از خودشان از اهل بیتشان محافظت بفرما. مریضدار اگر هستند مریضهایشان را شفای عاجل عنایت بفرما. پروردگارا اخلاق بد را از خانواده هایشان دور بفرما. به فرزندانشان ایمان کامل، اخلاق حضرت علی اکبر علیه الصلاه و السلام عنایت بفرما. پروردگارا ما را و زراری ما را تا روز قیامت شیعه 12 امام علیه الصلاه و السلام، غلام حلقه به گوش امام زمان علیه الصلاه و السلام قرار بده. ما را از راه امیر المؤمنین علیه السلام لحظه و آنی منحرف نفرما. پروردگارا کسانی که به امیر المؤمنین علیه السلام جفا کردند، کسانی که به صاحب الزمان علیه السلام خیانت کردند، دشمنی کردند، پروردگارا تو را سوگند میدهیم به حق امیر المؤمنین علیه السلام درباره اونها در قلوب ما یک لحظه برای یک ثانیه به اندازه سر سوزن نرمی پیدا مفرما. پروردگارا به ما توفیق براءت و مخالفت نسبت به تمام شیاطین از ابوبکر تا اونهایی که مؤسس فرقه بهایی شدن، اون لعنتی هایی که امروز ادعای نیابت میکنن، تمام کسانی که منحرف از خط اهل بیت علیهم الصلاه و السلام هستند، پروردگارا به ما توفیق مخالفت، توفیق عدوان، توفیق دشمنی با آنها عنایت بفرما. به ما توفیق نصرت امیر المؤمنین علیه السلام عنایت بفرما. به ما توفیق خدمت حضرت صاحب الزمان علیه السلام عنایت بفرما. ما را از شیعیان صاحب الزمان علیه السلام قرار بده. ما را از انصار ایشان قرار بده. ما را از بهترین منتظرین ایشان قرار بده. ما را روز قیامت در زمره شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام محشور بفرما. ما را از لب حوض کوثر دور مفرما. زیارت ساقی کوثر هنگام مردن در قبر و همچنین روز قیامت نصیب روزی ما بفرما. پروردگارا زیارت نجف اشرف، زیارت ائمه بقی، زیارت قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله، زیارت بیت الله الحرام، زیارت کربلا، زیارت کاظمین علیهم السلام، زیارت سامر، زیارت مشهد مقدس، زیارت حضرت معصوم علیه السلام در قم، زیارت حضرت زینب سلام الله علیها در شام نصیب و روزی ما بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. پروردگار اموات و گذشتگان ما را رحمت بفرما. کسانی که به شبکه کمک کردند به اونها هزاران چند بیشتر عنایت بفرما. پروردگارا داعش را سرکوب بفرما، بر اونها بدترین عذابها را نازل بفرما. تمام کسانی که از داعش حمایت میکنن اونها را لعنت بفرما و عمرشان را کوتاه بفرما و عذابت را بر آنها نازل بفرما. طالبان را سرکوب بفرما، وهابیت و تروریست ها هر جا هستن اونها را نابود بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. پروردگارا خامنه ای ملعون را لعنت بفرما. پروردگارا به او ذلت عنایت بفرما، به او عمر طولانی با ذلت بده، دولت او را پایان ببخش و حوزه های علمی را از چنگ این ملعون بیرون بیاور. تمام علمایی که به تشیع خیانت کردند، در برابر بدعتهای خامنه‌ای سکوت اختیار کردند، پروردگارا اگر آنها قابل هدایت هستند آنها را هدایت بفرما، اگر قابل هدایت نیستند پروردگارا شر آنها را از تشیع دور بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. دوستان عزیز بیننده، خدا از همه شما قبول بکند. یکی از دوستان میخواد روزه بخونه، من تلفن ایشان رو بگیرم. بفرما بزرگوار.